اسلایدامو شیر کنم. اسلاید دیده میشه آقای داودی؟ بله بله کامل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ارائه بنده یک تأمل منبع شناسانه یا سورس کریتیکال هست درباره برخی احادیث مرتبط با زنان در منابع حدیثی شیعه. این ارائه از سه بخش تشکیل شده. بخش اول ما چند تا از حدیث‌های چالش برانگیز رو با هم دیگه مرور می‌کنیم و شباهت عجیب اونها رو با اقوالی از عمر ابن خطاب بررسی می‌کنیم. در ادامه میایم ببینیم که با چه روش‌هایی می‌تونیم اصالت هر کدوم از این حدیث‌ها رو بسنجیم و یا بیایم ببینیم که کدوم نقل منتسب به عمر یا نقل شیعه منتسب به امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگه، کدوم نقل از این بین این نقل‌ها اصیل‌تره و اساساً چجوری میشه با ابزارهای جدید این اصالت سنجی رو تقویت کرد یا به اطمینان بالاتری دست یافت. و نهایتاً در قسمت آخر بر یکی از همین نقل‌هایی که در ابتدا مرور کردیم تمرکز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم ببینیم که چگونه شده که این نقل مسیر رو از منابع عامه منابع شیعه طی کرده و در ظاهر اسمی از منبع عامی نیست و ظاهر حدیث شیعه است، اما در عمل در واقع از حدیث عامه به حدیث شیعه منتقل شده. خب در ابتدا شاید جلسات قبلی همه به خاطر داشته باشیم که خطبه هایی از خطبه های امیرالمومنین، نامه هایی از نهج البلاغه رو دیدیم که مضامین منفی نسبت به زنان بیان میکرد و این مضامین رو ما عیناً حتی با همون الفاظ تو منابع دیگه میدیدیم که از افرادی غیر از امیرالمومنین نقل شده بود. مثلا اگه خاطرتون باشه آقای قدوسی در جلسات گذشته بخش از نامه 31 نهج البلاغه رو در منابع دیگه پیدا کردن از ابن مقفع و در مقایسه اون متن‌ها عین الفاظی که در نامه 31 بود از ابن مقفع نقل شده بود. یا مثلا اون جمله معروف المرأة شر من کلها رو بیان کردن که عین این جمله رو در منابع سنی از مأمون نقل کرده بودن که خب مأمون هم خودش رو امیرالمؤمنین مینامیده و خب این میتونسته منبع اشتباهی بشه که شاید منبع نهج البلاغه دچار اشتباه شده بوده و مثلا اون متن رو به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انتساب داده. ولی خب همیشه اینقدر مسئله ساده حل نمیشه و این چالش خیلی وقتا درازدامن‌تر از این حرف هاست و نیازمند پژوهش‌های مفصل‌تره. من در عنوان مقدمه عرض کنم که این چالش خاص حدیث یا خاص مسائل زنان یا خاص نهج البلاغه نیست. این چالش بسیار قدیمیه که سخنان و مشابهی رو شما میتونید پیدا بکنید که در بوم‌ها و فرهنگ‌های مختلف به افراد متفاوتی نسبت داده شده. یعنی شما خیلی وقتا می‌بینید که یه جمله رو عیناً مثلا از ده‌ها نفر مختلف نقل می‌کنن. حالا یه بعضی از حکمت‌ها هست، برخی از سخنان هست، برخی از خاطره‌ها هستش که میگیم خب بالاخره بحث عقلیه، مثلا مثل قاعده طلایی اخلاق که اون چیزی که برای خود می‌پسندی رو برای دیگران هم بپسند. خب این یه چیز طبیعیه، این ممکنه بگیم که یک مسئله عقلیه که افراد مختلفی به ذهنشون رسیده، یا اینکه یه آموزه وحیانیه که ریشه در وحی الهی داره، اما همیشه اینجوری نیست. مثلا شما خیلی از جملاتی که تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که منتسب به کوروش علی شریعتی یا حتی پروفسور سمیعی میشه، اینا اینجوری نیستش که مطالب خیلی بدیهی مثلا باشه یا حتی لزوماً مطالب درستی باشه. خیلی وقتا نظر شخصی یه نویسنده است. خب خیلی عجیبه که یه نظر شخصی رو شما بخواید ببینید عیناً از افراد مختلف داره به یه صورت یکسان نقل میشه. این در حدی عجیبه که بعضی موقع ها اصلا ما رو بدبین میکنه نسبت به خیلی از این جملاتی که به صورت روتین تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. با اینکه ما در عصر رسانه هستیم و خب خیلی وقتا افراد میتونن راحت با یه سرچ متوجه بشن مسئله چیه، ولی باز میبینیم که هرچی رسانه‌ها گسترده‌تر شدن این ماجرای سخنان در گردش، سخنانی که همجوری به افراد مختلف داره منتسب میشه، روز به روز بدتر داره میشه.
برخی از این سخنان یه مدلی هستش که یا برخی از این مثلا حالا ماجراها یا سخنان جوری هستش که شما وقتی میخونید متوجه میشید که همچین ماجرایی قاعدتا باید یه بار رخ داده باشه یا این سخن باید یه بار گفته شده باشه و دفعات دیگه برگرفته از اونه. مثلا یه ماجرای معروفی هستش که حالا به میرداماد منتسب کردن و تو فیلم تنهایی لیلا مثلا اومده و در جاهای دیگه هم اومده. یه مقاله بنده و آقای عادل‌زاده درباره این ماجرا نوشتیم که خب همه شنیدید دیگه، که مثلا میرداماد مثلا در کتابخونه بوده و شب یه خانومی در میزنه و میگه من امشب اونجا باشم اونجا ندارم، و بعد میاد تو. حالا برای اینکه اون میرداماد در برابر نفسش مقابله کنه مثلا میاد انگشتای خودش رو دونه دونه میسوزونه. عین این ماجرا در سنت‌های مختلف به آدم‌های مختلفی منسوب شده، در سنت صوفیه به کل، چند تا از بزرگای صوفیه، در حدیث اهل سنت به چند تا از مثلا حالا بزرگان حدیثی اهل سنت، و حالا جالب‌ترش اینه که در کشورهای اسلامی که خارج میشین در مثلا روسیه هم به چند نفر از بزرگان مسیحی روسیه مثلا منتسب شده. ولی وقتی نقل‌ها رو پی می‌گیریم می‌بینیم که قدیمی‌ترین نقل برمی‌گرده به یه سری نقل‌های راهبان مسیحی در صحراهای مصر، که خیلی جالبه بدونید که یک حدیث شیعی در نوادر علی ابن اسباط هم همین ماجرا رو از راهبان مسیحی نقل کرده و نشون میده که احتمالاً اصل ماجرا برمی‌گرده به همین راهبان مسیحی قبل از اسلام که این ماجرا به صورت سیال منتقل شده. من برای چی این مثال رو زدم؟ میخواستم بگم که خیلی وقتا داستان‌ها و جملات و خاطره‌ها این کلیتشون مهمترین مسئله بوده و اون اسامی تو خیلی مهم نبوده بر افراد. یعنی شاید نباید خیلی نگاه بداندیشان هم داشته باشیم. خیلی وقتا وقتی افراد میخواستن نقل کنن اون اسامی داخل رو خیلی ساده فراموش می‌کردن و جاش اسامی دیگه‌ای می‌ذاشتن. داستان‌های بزرگان رو به هم دیگه نسبت می‌دادن و این اتفاق خوب اتفاق پرتکراریه. و حالا جالبه که بدم خیلی وقتا اصلا اون داستان اصلی خیلی وقتا فراموش میشه، یا اینکه این جمله اصلی از کی بوده خیلی وقتا در محاق میره و اون جمله به اصطلاح غیر اصیل یا جعلی اونه که معروفتر میشه و تبدیل میشه به اون جمله مشهور زمان. مثلا جمله انقلاب ما انفجار نور بود در اصل از یاسر عرفات بوده، با یه سرچ ساده اینو میتونید ببینید، ولی خب کمتر کسیه که مطلع باشه از همچین مسئله و این جمله رو همیشه به امام خمینی منتسب کردن و خب افرادم به عنوان این مسئله معروف اینو پذیرفتن و این خیلی عجیب هم هست به خاطر اینکه خب کلی نهاد رسمی و کانال‌های رسمی برای انتشار آثار وجود داره، ولی در عین حال میبینیم که یه همچین جمله جعلی منبع اصلیش کلا فراموش میشه و جمله اون جمله جعلیه که داره دهان به دهان میشه و نسل به نسل داره منتقل میشه. من همه این مثال ها رو زدم که خدمتون عرض کنم این چالش انتساب سخنان مشابه چالش قدیمی و بسیار پرتکراریه و در همون زمان حال حاضر ما هم این مسئله ادامه داره. این مسئله وقتی عجیبتر و پیچیده‌تر میشه که شما توجه کنید نه فقط سخنان و حکایت ها و ماجراها، بلکه آثار رو هم اگر پیگیری کنید ببینید خیلی از آثار مکتوب و کتاب ها هم همزمان به افراد مختلفی منتسب شده. مثلا یه ژانری هستش که از در سنت های یونان و سال کشورهای عربی و جاهای دیگه کتاب های زیادی به ارسطو منتسب می شده، در حدی که کتاب های غیر اصیلی که به ارسطو منتسب شده خیلی بیشتر از کتاب های اصیل خود ارسطوه. این ژانر رو شما تو ویکی‌پدیا هم اگه دنبالش برید لیست بلند بالایی از این کتاب‌های این ژانر رو میتونید پیدا کنید. یا رباعیات خیام رو مثلا میتونید ببینید که حالا من تخصص ندارم ولی خب از مقدار خیلی کمی به عنوان رباعیات اصیل گفتن تا حالا موارد بیشتر، ولی اون قسمتی که مورد اتفاق همه هست اینه که موارد زیادی از اون چیزهایی که به عنوان رباعیات خیام نقل میشه از خیام نیست. و از همه اینا عجیبتر آثار منتسب به شکسپیر هست که این یک گفتگو یا دیبیت خیلی مفصلی رو شکل داده تحت عنوان شکسپیر authorship question که این رو هم با توی ویکی‌پدیا میتونید دنبال بکنید. این مسئله اینقدر عجیبه که اصلا برخی مدعی شدن اصلا شکسپیر خودش وجود خارجی نداره و اصلا معلوم نیستش که هیچکدوم از این اثرا مال شکسپیر باشه و امثال اینا. من منظورم از این بحث این بود که ما وقتی با این چالش مواجه هستیم فکر نکنیم که این یه چالش عجیبیه که مثلا حالا خاص حدیثه یا خاص مثلا موضوع زنانه. این مسئله همگانی و همه جاییه.
رو همین حساب ما در ادامه هم که داریم این مقصد رو بررسی میکنیم، یه جنبه حالا خاص داره که به اون بحث کارگاه ما مرتبطه، اما یه جنبه عامش که توی قسمت دوم عرایزم میرم سراغش، همین بحث روششناسی، یه روششناسی اعتبارسنجی سخنان، انتساب سخنان به افراد. خب در ادامه میریم چند تا از همین سخنان انتصابشون محکم باشن. مثلا نکته جالبی که هستش اینه که ابن ابی شیبه در کوفه در سال 235 داشته اینو از یک طریق نقل می‌کرده و همزمان با او عبدالملک ابن حبیب که در اندلس بوده، خب مثلا هزاران کیلومتر فاصله است بین این دو نفر، او هم داشته اونو به عنوان یه مسئله مسلم که خیلی مشهوره و نیاز به سند نداره داشته در اندلس نقل می‌کرده. حالا اینا سال فوتشون دیوز، من سال فوت رو توی پرانتز آوردم، احتمالا هر کدوم مثلا 20 سال 50 سال قبل از فوتشون اینا رو در کتاب خودشون یادداشت کردن. این کتاب عبدالملک ابن حبیب ادب النساء اولین کتابیه که در عالم اسلام درباره زنان نوشته شده، یا حداقل اولین کتابی که درباره زنان به ما رسیده و ما کتابی متقدم تر از این درباره خاص مسئله زنان نداریم. خب این جمله چیه؟ این جمله رو من بخونم. استعین و علی النساء بالعری ان اهداهن اذا کسرت ثيابها و حسنت زینتها اعجب اهل خروج. میگه که حالا این آقای داوودی هم توی راهشون داشتن، من مصادر بیشتری رو آوردم و مخصوصا هم یه مقدار رو این بیشتر میخوام تعامل کنم چون با این کار داریم، یعنی اون کیسی که ما توی بخش سوم ارائه میخوام بریم سراغش همین مسئله هست، رو همین حسابی مقدار بیشتری رو مرور میکنیم. از عمر نقل شده که او توصیه میکرده که به مخاطبان گفته که زنان خودتون رو کم لباس نگه دارید، یا اینکه به اصطلاح برای اینکه زنانتون در خونه بمونن و بیرون نرن لباس ها رو از اونا دریغ کنید و اونها رو برهنه نگه دارید. حالا نه به معنای برهنه، به معنای اینکه کم لباس، لباس بیرون، لباس زینت و امثال اینا رو نداشته باشید. چرا؟ اون توضیح ادامش تو نقلای مختلف متفاوته. مثلا تو این نقل ابن ابی شیبه میگه که چرا که اگر یکی از زنای شما لباس زیادی داشته باشه و زینتهاش خیلی زیورالات خوب و زیبایی داشته باشه، این وسوسه میشه که بره بیرون و خودنمایی کنه، مثلا با حالا با فشار و با زور ملزم کنید به اوریان بودن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ان الثياب هي المدعات الى الخروج، میگه چون لباس خوب، لباس زیبا اونه که دعوت کننده یا وسوسه کننده به خروج به سمت عروسی ها و شرکت در مراسم عزا و خودنمایی در اعیاد و امثال این هاست. یعنی انگار دغدغه عمر این بوده که زنها هیچ جا نرن، نه تو عروسی شرکت کنن، نه در مناهات یعنی مراسم عزاداری شرکت کنن، نه در اعیاد و مراسم جشن و شادی باشن. پس خب معلوم نبوده اصلا این مراسم عروسی برای کیه، یعنی اگه عروسی رو زنان شرکت نکنن خب پس کی شرکت کنه؟ ولی عمر روی مسئله خیلی اصرار داشته و خیلی هم تاکید می‌کرده و به عبارات‌های مختلف هم غیر از این عبارات جاهای دیگه هم از عمر این مسئله رسیده. آقای ولی ابن قتیبه دینوری که خود دینوری دینور مثل که یک منطقه در اطراف کرمانشاه، ولی ابن قتیبه حالا در بغداد بوده، این فردی که تو بصره است با اون فردی که در بغداده لزوما با هم هماهنگ نیستن، طریقشون هم با هم متفاوته. مثلا ابن قتیبه داره از حسن بصری اینو نقل میکنه، ان الحسن یعنی حسن بصری. نقل ابن قتیبه یه مقدار هم یه نکاتی اضافه تر داره، نکات رو هم من بخونم و از این عبور کنیم. ابن قتیبه از حسن بصری از اونور نقل میکنه که ان نساء عورتون، نساء زنان چیزی هستن که باید پوشیده بشن، بحث کردیم و آخرین جملهش اینه و اکثر رو لهن من قول لا، زیاد به اونا نبگید، هر چی گفتن بهشون بگید نه. چرا؟ فان نعم تقریهن علی المساله، این بله گفتن شما اونا رو گستاخ و جسور میکنه بر خواسته های بعدی. ابن عبد دنیا هم حالا عبارت مشابهی رو داره، ابو طالب مکی باز شبیه همین رو داره، ابن مسکویه یا ابن مسکوی حالا به عبارت نحوه تلفظ فارسی یا عربیش خب متفاوته مثل همه عبارت های قدیمی، نقل شبیه نقل ابن قتیبه است ولی یه مقدار کامل تره که مثلا یه عبارت اضافه تری اون وسط من رنگی کردم، میگه و خوفوهن نه به ضرب، میگه زناتون رو با ضرب و با خشونت، حالا بگیم با خشونت بترسونید.
این رو جای دیگه من از عمر خونده بودم که اصلا توصیه میکرده که تازیانه رو بذارید رو دیوار منزل که همه ببینن و همه بترسن. حالا دیگه من بگذرم از این بحث. ماجرای اصلی از اونجای شروع میشه که ما میان میبینیم همین عبارت ها با همین الفاظ در برخی حدیث ها به امام صادق علیه السلام و از طریق امام صادق به امیرالمومنین منتسب شده. مثلا تو همین حدیث اول میبینید که از سکونی از ابی عبدالله یعنی امام صادق از رسول الله نقل شده که لا تنزه النساء بالغرف. من همینجا تاکید بکنم در تمام اون نقلایی که ما از عمر دیدیم هیچ کدومش عمر به پیامبر نسبت نداده بود، نظر شخصی عمر بود، ولی اینجا داریم نقلی که میبینیم این نقل با یک راوی عامی به اسم سکونی از امام صادق از رسول الله نقل شده، در حالی که عمر میگم از رسول الله نقل نکرده بود، ولی این عبارتهای عمر اینجا آمده. حالا یه تکمیلهی در انتهای نقلم هست درباره ریسندگی و سوره نور که ما به این برمیگردیم در ادامه صحبتمون. یا در نقل دیگه باز از همین راوی اومده که من اتا امرأته اکبه الله علی وجهی فی النار، هر کس از زنش اطاعت کنه خداوند او رو به رود و با صورت در آتش خواهد افکند. و اونجا راوی سوال میکنه که خب چه جور اطاعتی، یعنی هر کس از زنش اطاعت کنه چه جور اطاعتی، و در جواب میگن که یعنی این که به زنش اجازه بده که به حمام بره یا به عروسی بره یا به مراسم عید بره یا مراسم عزا بره. اگه دقت کنید همین سه تا مراسمی که نام برده شده با همین روش با همین ترتیب عروسی، عید و مراسم عزا همون سه تایی بود که عمر ازش میترسید و بیان کرده بود که زناتون رو تو خونه حبس کنید که این برنامه ها رو شرکت نکنن. یا باز همه اینا صریح‌تر تو اون نقل سوم تو کتاب جعفریات میبینید که از امام صادق علیه السلام نقل شده که النساء عورتون فحبسوهن نفل بیوت واستعینوا علیهن بالعرف. خب تا همینجا حداقل این شباهت عجیب غریب این عبارت ها به اون جملات مسلمی که از عمر رسیده ما رو به فکر فرو میداره که آیا واقعا این عبارت ها دوبار گفته شده یا اینکه یه بار گفته شده. اگه یه بار گفته شده کی اول گفته و اون دومین بارش آیا اصیله، اگر اصیل نیست چجوری این منتسب شده به امام صادق. من همینجا عرض کنم که این احادیث از منظر فقهی و منظر رجالی ضعیف محسوب میشه، یعنی هیچ فقیهی و هیچ محدثی اینها رو حدیث صحیح نمیدونه. اما بالاخره این سوال باز جای پرسش داره که چی شده که این نقل های موازی به صورت منتسب به امام صادق دیده میشه و ما با این مسئله خلاصه هنوز داریم دست و پنجه نرم میکنیم و حالا در ادامه نقل ها باز میبینیم موارد مثل این رو. نقل دوم نقلیه که از عمر رسیده بوده مبنی بر توصیه‌ای که میکرده برای اینکه با دوشیزگان ازدواج کنید و شبیه همین نقل شما تو پایین صفحه میبینید تو همون کتاب اشعثیات اینن از امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین که تزوج الابکار با همون دلایلی که در نقل‌های بالاتر هست. سومی مثالی که من باز از عمر آوردم، عمر خیلی اعتقاد داشته که زن باید بچه بیاره و زنی که نازا هست این از یه حسیری که گوشه خونه افتادن بی‌ارزش‌تره و این رو خیلی راحت و شفاف بیان میکرده که زنی که نتونه بچه به دنیا بیاره این بیارزشترین شیء خونه است به همین ابتذال و به همین زشتی. و حالا ممکنه سلام سوال کنه که واقعا یعنی همین منظورش همین بوده. جالبه که از پسرش یعنی ابن عمر مطلبی رسیده که تایید میکنه که بله برداشت ما از برداشت اولیه از همین جمله یا حرف عمر درست بوده. اونم اینه که نقل شده از ابن عمر تو نقل سوم از خطیب بغدادی که ابن عمر با یک خانومی ازدواج میکنه و اون خانوم پیر میشه، موهاش سفید میشه و وقتی موهاش سفید میشه ابن عمر میاد اون رو طلاق میده و در توجیه حرف خودش همین جمله عمر رو استناد میکنه که حسیرون فی بیت خیرون من امرأتن لا تلد. خب این جمله از هیچ کسی دیگه هم نقل نشده، این جمله خاص عمر و آموزه خود عمر بوده که میبینید عمر اینو به هیچ کسی دیگه هم نسبت نداده، یعنی نگفته مثلا من اینو از پیامبر شنیدم یا از کسی دیگه، این نظر شخصی خودش بوده که با اون روحیات و اون سیره که حالا بحثش بود کاملا هم سازگاره. ولی جالبه که همین جمله عیناً در قالب وصیت‌هایی از پیامبر اکرم به امیرالمومنین
دیده میشه تو برخی از کتاب ها که خیلی تعجب برانگیزه که چطور شده این جزو وصیت های پیامبر قرار گرفته. به عنوان مثال آخر من میخوام مثالی رو بیارم که خیلی از جهات قدیمی تر، یکی از قدیمی ترین مطالب نقل شده از عمره، در قدیمی ترین کتبی که از قرن دوم به جا مونده ما میتونیم این نقل رو پیدا کنیم و از این جهت خیلی نقل ممتازیه و بسیاری از کتب اهل سنت، کتب فقهی این نقل رو آوردن چون یه کاربرد فقهی داشته براشون و چون با مقبولیت هم مواجه شده در بین فقهای اهل سنت، این نقل بسیار معروفی شده. یعنی من فقط 4 تا از نقلش اینجا آوردم ولی شاید شما بتونید بیش از 40 کتاب پیدا کنید که با طرق متعدد این رو دارن نقل میکنن از عمر. محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه است که متوفای 189 و از معدود کتابهایی که از قرن دوم به ما رسید از اهل سنت کتاب الآثار شیبانی که توی اون از عمر نقل میکنه که عمر کنیزان رو میزد، کتک میزد تا مقنعه سر نکنه، تا این به اصطلاح حجاب نداشته باشن. حالا این در موقع نماز رو اینجا نگفته ولی در برخی نقل ها گفته به نماز، برخی نقل ها نگفته موقع نماز، ولی این سیره عمومی عمر اختصاصی به نماز نداشته. من این تیتر رو اشتباه نوشتم در نماز، این صورت کلی عمر نمیذاشته که کنیزان حجاب داشته باشن و در توجیه حرف خودش میگفته که لا تتشبهین بالحرائر، خودتون رو شبیه آزاده ها نکنید. یعنی خیلی بدش میمده که زنان برده و کنیز مثل زنان آزاد حجاب داشته باشن. این تو نقلای مختلفی از منابع متقدم با طرق مختلف رسیده. یکی از نقلایی که خیلی شاید ممتازه نقل ابی عبید قاسم بن سلام هرویه. این کتاب هروی از چند جهت خیلی خیلی مهمه. یکی این که این کتاب توش کلمات غریب یا کلماتی که خیلی کم کاربرد بوده رو ضبط کرده و توضیح داده از جهت عربی معنیشون چیه. اینجا در ذیل یک فحشی به عنوان مثلا لکع، حالا اگه من درست تلفظ کنم، یا لکعا، یه توضیح رو میاره که اصلا میگه این، یعنی وقتی میخواد این توضیح بده میگه این آره این در این حدیث اومده و حدیث دیگه ای هم ذکر نمیکنه، یعنی انگار فقط و فقط در این حدیث اومده. اگه خودتون هم شما سرچ بکنید فحش لکعا رو میبینید که در کل متون عربی شاید مثلا 5 مورد هم غیر از این مورد پیدا نشه. یعنی یه چیز خیلی کم کاربردیه، انگار یعنی مثلا یه لغت کهن عربی بوده در دوره جاهلیت که از کاربرد دیگه افتاده و از این جهت خیلی ممتازه، چون کسی که بخواد جعل کنه نمیره مثلا یه لغت خیلی شاذ عجیب غریب رو مثلا جعل کنه. و همین که این اصلا این لغت رو فقط به این حدیث عمر میشناسن خودش یه شاهد خیلی مهمیه. نکته دومش هم اینه که این کتاب غریب الحدیث هروی که این نقل رو آورده، این کتاب شاید قدیمی ترین نسخه خطی، نسخه کاغذی که در از کتاب حدیثی کلا باقی مونده، همین نسخه یکی از کتاب غریب الحدیث در کتابخانه لایدن هلند به جا مونده. یه چیز هولوش 20 سال بعد از فوت نویسنده این نسخه نوشته شده بوده و امروز اصل اون نسخه کاغذی تو کتابخانه لایدن هست که مثلا کتابتش مال سال 250 و این عبارات هم توش هست. حتی من رجوع نکردم ببینم کجاشه ولی چون فکر کنم نسخه کاملی قاعدتا باید پیدا بشه. این نقل ابو عبید هروی در جای دیگه هم هست ولی چون من فقط نقلای متقدم رو اینجا آوردم، شما همین 4 تا نقل و 5 تا نقل رو میبینید. توی این نقل نکته که هست اینه که این فحشی که استفاده شده فحشی بوده که حالا فحش زشتی هم هست به مثلا کنیزان میدادن و عمر این رو برای وقتی که میخواسته مثلا یه فرد رو مجبور بکنه که حجاب رو برداره به کار میبرده. خب پدیده خیلی عجیبی که باش مواجهیم اینه که این همین فوش و این همین حرکت رو در برخی کتب از امام باقر نقل کردن و خب این خیلی عجیبه. شما نقل دوم، نقل قاضی نعمان مغربی رو اگه ببینید داره نقل میکنه که امام از امام صادق، که امام صادق مثلا گفتن که پدر من ازا رعا امتن تسلی، وقتی میدید که یک کنیز نماز میخونه و علیه ها مقنعتون زربه ها، وقتی میدید مقنعه داره میزد او رو و میگفت یا لکه یا لوکه، حالا من اون فوشه رو بلد نیستم، یا لوکه لا تشتبهی بالحرائر.
این همونه، یعنی من گفتم این خیلی کلمه پرکاربردی نیست، کلمه بسیار کم کاربردیه، بسیار شاذ است، این کلمه هم منقرض شده در لغت عرب و این هروی مثلا این رو داشته تازه معنیشو توضیح میداده که این چیه و اصلا کجا اومده، ولی شما این همون جمله عمر و این همون حرکت رو با این همون الفاظ دارید میبینید که از امام باقر نقل شده. جالب شما بگم که این نقلی که حالا هم تو کتاب برقی اومده، کتاب اومده، این رو بعضا خیلی دستاویز قرار دادن که مثلا حالا من یادم یه مقاله از آقای کدیور میخوندم 10 سال پیش به این نقل استناد میکرد که مثلا برخورد خشن با کنیزان بوده در مثلا تشیع و ائمه فلان کردن اینا، در حالی که اگه حالا یه مقدار خودمون منابع حدیثی شیعه رو بیشترم بگردیم میبینیم که نقل کهن‌تری از نقل قاضی نعمان و برقی به جا مونده از کتاب مفقودی از علی ابن اسماعیل میسمی که از متکلمین شیعه و شاگردای امام رضا بوده که اون نقل میکنه همین مطلب رو، اینا نقل میکنه همون پرسش و پاسخی که تو نقلای بالایی از امام صادق هست اینجا هم هست، با این تفاوت که وقتی میخواد پاسخ امام باقر رو بگه میگه سمعت ابی یقول کن یضربن، یعنی نمیگه که پدرم میزد، میگه که پدرم میگفت که عادت یا مثلا رسم یا سنت یا مثلا حالا اتفاق اینجوری بود که مثلا کنیزان رو میزدن و بهشون میگفتن فیقال لهن، نه بهشون میگفتن لا که به آزادگان شبیه مدینه نقل میکردن، ولی شاید حالا اون راوی اشتباه کرده و این رو اومده به خود امام باقر نسبت داده. خب ما تا اینجا 4 مدل از شباهت‌های خیلی عجیبی رو دیدیم که حداقل ما رو به فکر فرو میبره و به ما اجازه نمیده که بتونیم به راحتی انتساب هر کدوم از اینا رو به امام صادق یا به ائمه بپذیریم. اما از اون طرف هم خب مسئله هنوز حل شده نیست، ما صرفا با این شباهت آشنا شدیم و هر کدوم از اینا جای بررسی بیشتر داره و جای مطالعات بیشتری داره، ولی این شباهت الفاظ و از طرفی و از طرف دیگه انتساب محکم هر کدوم از اینا به عمر ولی انتساب ضعیف یا در قالب خبر واحد به ائمه به نوعی ما رو وسوسه میکنه که احتمال بیشتر رو بدیم برای اینکه این از منبع عامی به سمت منابع شیعه وارد شده و حالا هر کدوم از اینا جای تحقیق بیشتری داره و باید پیگیری بیشتری بشه. ما میخوایم ببینیم اصلا چه جوری میشه پیگیری کرد. در بخش دوم سوالمون همینه که اصلا روش سنجش اصالت نقل چیه، چه جوری میتونیم این مسائل رو با ابزارهای جدید با روشهای تاریخی پیجویی بکنیم. خب در قدیم الایام وقتی میخواستن خب ببینن یه حرفی از یه کسی هست یا نه، روشهای سنتی اون موقع محدود بود و از طرفی خب امکانات و کانال‌های پخش یک خبر هم محدود بود. شاید ساده‌ترین راه این بود که اگر دستخطی از نویسنده هست اون دستخط رو بیان بررسی بکنن و با مثلا خط‌های دیگه‌اش مقایسه بکنن، ولی خب همیشه اینجوری نبود که دستخطی باشه و خیلی وقتا نقل‌ها شفاهی بود، خیلی وقتا اون دستخط از بین رفته و دیگه راهی نداریم برای اینکه بتونیم این مقایسه رو انجام بدیم. اینجاست که علم رجال می اومده به کمک ما و سوالاتی از این دست رو میپرسیدن که خب این جمله‌ای که دارن از این نویسنده یا از این گوینده نقل میکنن چند نفر از اون نقل کردن، کیا بهش انتساب دادن، چگونه انتساب دادن، آیا اونایی که انتساب دادن همشون خودشون شنیدن یا اینکه مثلا افواهی از حرف بقیه دارن نقل میکنن، یا مثلا اینکه آیا من که دارم از اون استاد مثلا از اون شیخ دارم این مطلب رو نقل میکنم اصلا اون رو دیدم، اصلا من باش همشهر بودم، اصلا من باش همطبقه بودم، میتونستم شاگردش باشم. این نوع سوالات سوالاتیه که توی علم رجال و درایه بهش پرداخته میشه و تلاش بر اینه که با استفاده از دانشی که ما نسبت به تک تک راویا داریم بیایم وضعیت سند رو مشخص کنیم، یعنی سندی که ایکس از وای از زد داره نقل میکنه درباره ایکس، درباره وای، درباره زد ببینیم که کتب رجالی و تراجم چه گفتند، بعد بیایم ببینیم که خب ایکس چگونه از وای نقل کرده، وای چگونه از زد نقل کرده و آیا اصلا این نقل‌ها اینا میتونسته متصل باشه، میتونسته همدیگر دیده باشن، چند نفر دیگه غیر از اینا اصلا از طبقات قبلشون نقل کردن و سوالاتی از این دست ما رو کم کم به سمت می برده که بتونیم یک نقل رو صحیح و درست بدونیم یا اینکه نقل رو ضعیف بدونیم. اگر این نقل‌ها از
به صورت فهرستی منتقل شده باشه، یعنی ببخشید اگه به صورت مکتوب منتقل شده باشه، علم دیگه یا در حالا به خصوص در اعتبار سنجی شیعه استفاده میکردن به اسم بررسی فهرستی، که این لغت رو حالا خاصتا جناب آقای مددی عالم رجلی بزرگ معاصر ما به اصطلاح کوین کردن یا استفاده کردن اولین بار و جا افتاده. اونم اینه که در میان محدثین قدیم شیعه راه ساز و کارهای دیگه هم بوده برای اینکه ببینن خب اولین بار این جمله در کدوم کتاب مطرح شده، اون کتاب چقدر معروف بوده، اون کتاب چقدر مقبول بوده، آیا این کتاب عرضه شده بوده بر مثلا ائمه، نشده بوده، کیا این کتاب رو روایت کردن، چند نسخه داشته، آیا نسخه‌هاش با هم متفاوت بوده، یکی بوده یا نبوده، مسائلی که کلا از جنس نسخه شناسی و انتقال مکتوبه رو در علم فهرست یا مسائل فهرستی بررسی می‌کردن. خب حتما شما میگید که خب این روش ها تا حد خیلی خوبی میتونه خب تکلیف رو روشن کنه دیگه، یعنی شما هر حدیثی رو که بذاری وسط، هر سندی رو که بذاری، با استفاده از همین دانش ها میتونید بفهمید که این آیا صحیحه یا ضعیفه. اما خب این کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه ببینید مثلا همین حدیثایی که ما توی بخش اول ارائه بررسی کردیم همشون یا اکثرشون ضعیف محسوب میشن، اما خب آیا این ضعیف بودن تکلیف ما رو میتونه روشن بکنه؟ آیا دیگه هیچ پرسشی باقی نمیمونه؟ ببینید هممون خب میدونیم که یه حدیثی ممکنه ضعیف باشه ولی اصیل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما مثلا نقلای دیگه هم حالا بعدم میگردیم پیدا میکنیم و متوجه میشیم که این تنها سند این نبوده، این سند ضعیفه، سند دیگه مثلا اصیله، و این دلیل بر این نیستش که چون یه سند ضعیفه پس جعلی، یعنی ضعیف مساوی جعلی نیست. از اون طرف ممکنه چه برسا یه حدیثی باشه که جعلی باشه، ولی وقتی ما توی اون فرمول‌های رجالی قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که این ضعیفه، در حالی که واقعیتش اینه که ما اگه بتونیم بفهمیم این جعلیه، خیلی دانش بهتری، خیلی اطمینان بهتریه، و طبیعتا ما دنبال این میگردیم، ما دنبال این میگردیم که بدونیم واقعا تش این مطلب رو امام صادق علیه السلام گفتن یا نگفتن، یا اینکه این حرف نهایتاً چه جوری وارد حدیث شیعه شده، یا اینکه بدونیم که این مسئله چرا و چگونه و توسط چه کسی منتسب شده. در حقیقت روش‌های سنتی اون درجه اطمینانی که بر ما ایجاد میکنن، چه در موقعی که میخواد مثلا اثبات بکنه، چه در موقعی که میخواد نفی بکنه، به نوعی ظنی محسوب میشن. حتی خب اشکالی نداره، یعنی به حال همه تاریخ هم ظنیه، ولی ما اگه بتونیم به درجات بالاتری از ظن دسترسی پیدا بکنیم با ابزارهای جدید خیلی بهتره، و طبیعتاً دنبال همین میگردیم. خب این روش های جدیدی که من عرض می کنم منظورم چیه؟ ببینید از حدود چند قرن قبل در حالا چند تا سنت دانش پژوهی مستقل یه سری روش هایی شکل گرفت برای اینکه بیان یک سری از آثار رو، یک سری از حالا چه نوشته ها چه سخنان رو اعتبار سنجی بکنن و بررسی بکنن ببینن که این سخنان آیا انتصابشون به اون نویسنده که ادعا میشه درسته یا درست نیست. مثلا توی شاهنامه حتما دیدید دیگه، تو مقدمه شاهنامه یه سری ابیاتی هست در مدح خلفا که حالا از بیت هشتم به بعد میاد مدح سه تا خلیفه رو میکنه و بعدم مدح امیرالمومنین رو میکنه، که اون بیت اولش اینه که میگه که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز بوبکر به. آقای جلال خالقی مطلق که به عنوان یکی از بزرگترین محققین شاهنامه هستن، تو مقاله‌ای که در مجله ایران نامه در سال 63 نوشتن، این قطعه مدح سه خلیفه اول رو الحاقی میدونن و چند دلیل آوردن، نسخه‌های مختلف رو بررسی کردن، ولی شاید جذاب‌ترین و جالب‌ترین دلیلشون که به بحث ما مرتبطه اینه که میگن در این بیت منتسب به فردوسی کلمه بعد استفاده شده که خورشید بعد از رسولان مه. این بعد از رسولان، این کاربرد عربی و کاربرد خاصی از کلمه بعده که شما در هیچ جای دیگه شاهنامه نمیتونید رو پیدا کنید، یعنی این به معنای پس از استفاده شده، ولی بعد از در هیچ جای دیگه شاهنامه به این معنا نیست، و هر جا که میخواد مفهوم پس باشه از کلمه پس و کلمات فارسی دیگه استفاده شده، یعنی فقط و فقط توی همین عبارت هستش که شما بعد از رو ببینید. یا مثلا مطالعه های فیلولوژیک مختلفی میشه انجام داد، تاریخ یک لغت رو میشه مشخص کرد، و خلاصه کلی از دانش های ادبی مختلف میتونه به کمک ما بیاد برای اینکه
بتونیم انتساب یک متنی رو به صورت با همین الفاظ از یک نویسنده نفی بکنیم، یا حالا بتونیم با اطمینان بیشتری از انتسابش صحبت بکنیم. دو طرف هم هست، یعنی هم برای نفی هم برای اثبات استفاده میشه. این تنها راه نیست، یه سری راهکارهای جدیدی در چند دهه اخیر شکل گرفته که مبتنی بر پترن ریکگنیشن یا اینکه شناسایی الگوهای پرتکرار هست، و این الگوهای پرتکرار حالا میتونه به انواع اقسام فیچرهای یه متن برگرده، مثلا اینکه یک جمله چند کلمه داره، یک کلمه چند حرف داره، چقدر تتابع اضافات وجود داره و امثال این. حالا من دیگه وارد تفصیلش نمیشم، شما میتونید این ادبیات رو تحت عنوان authorship attribution پیگیری بکنید و تعداد زیادی کتاب و مقاله و کنفرانس و ایونت در این حوزه داره برگزار میشه که بتونه کمک بکنه به افرادی که میخوان بدونن یک متن آیا از یک نویسنده هست یا نه، و اینها مبتنی بر همین روش های مرسوم پترن ریکگنیشن هست. یک حالا راهکارهای دیگه و خلاقانه هم بین یه سری نویسندگان یا یه سری محققین بعضا دیده میشه که روز به روز اینا داره توسعه پیدا میکنه و اساسا اینقدر توسعه پیدا کرده که یک رشته تحت عنوان دیجیتال هیومانیتیز شکل گرفته. حالا من اون یه نمونه کوچیک بخوام بگم، یه مقاله از آقای بهنام صادقی هست درباره کرونولوژی قرآن که با استفاده از روش‌های استایلومتریک اومده ایشون آیات قرآن رو تاریخ گذاری کرده که هر کدوم در چه زمانی از دوره حیات پیامبر نازل شده و یک وحدت رویه یا یک سیر یک پارچه تغییرات رو در طول آیات ایشون نشون داده و نتیجه‌گیری کرده که این نشون دهنده اینه که این متن قرآن بدونه که ما بخوایم دلیل دیگه ای نیاز داشته باشیم، این متن قرآن باید کار یک نفر باشه و نمیتونه کار چند نویسنده باشه، و از این جهت مقاله فوق‌العاده‌ایه. و حالا ایشون اسم این روش خودش رو به اسم بازرگان دو گذاشته که در ادامه این روش مرحوم بازرگان. همین این نوع روش‌های آماری که عرض کردم در دیجیتال هیومانیتیز پیگیری میشه میتونه به کمک ما بیاد برای اینکه بتونیم الگوهای نقل و الگوهای نقل اصیل یا الگوهای نقل غیر اصیل رو در میان راوی‌های مختلف شناسایی بکنیم. مثلا یکی از افرادی که این کار کرده آقای هارالد موتسکی که همین چند سال پیش به رحمت خدا رفت، این آقای موتسکی در مقاله مصنف عبدالرزاق صنعانی نشون داده که این کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی که برگرفته یه سری منابع مجزا هست، نقل هایی که از هر کدوم از این منابع خودش میکنه نقل های اصیلیه و قابل اعتماده. یعنی نشون داده که با همین روش های آماری نشون داده که هر کدوم از منابع عبدالرزاق صنعانی که متوفای 211 هست، هر کدوم از منابعی که عبدالرزاق داره از اونها یاد میکنه و از اون ذکر میکنه یه اثر انگشتی دارن که اون اثر انگشت با اثر انگشت اون منبع دوم متفاوت. حالا این مقاله بسیار خوندنیه و روشی که ایشون به کار گرفته میتونه الگوی ما باشه برای باقی پژوهش‌های به اصطلاح اعتبار سنجی آماری. این نوع کارهای آماری رو ما میتونیم برای به نوعی پیدا کردن منبع اصلی یک نقل یا برای پیدا کردن منابع یک کتاب هم استفاده بکنیم، که حالا از این نوع پژوهش‌ها تحت عنوان سورس کریتیسیزم یاد میشه که ما تو ادامه بحثمون یک نمونه از این سورس کریتیسیزم ها رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. تو همه این پژوهش‌ها، چه روش‌های سنتی چه روش‌های جدید، نکته این که خیلی کلیدیه اینه که سند در هر حال منبع خیلی غنیه برای پیدا کردن سرنخ‌های چه وساقت چه جعل. دقت کنید که اگر یه نفری بخواد یک تغییری در یک حدیثی بده، چه از جانب سندش چه در متنش، چه سند بسازه چه متن بسازه چه هر تحریفی بکنه، این ردپای خودش تو سند باقی میمونه، یعنی نمیتونه به سادگی نام خودش رو حذف بکنه. و این مسئله خیلی کلیدیه که ارزش سند رو نشون میده. یعنی در احادیث این تیکه ابتدای حدیث که سنده و تیکه دومش که متنه، تیکه سند از جهت پژوهش های سورس کریتیکال خیلی سلام
صدای من هستش؟ من یه لحظه قطع شدم. بله بفهمید، بفهم. اصلاً امکان. در هر حال داشتم عرض می‌کردم که سند چه در روش‌های سنتی چه در روش‌های جدید منبع بسیار مهمیه برای پیدا کردن سرنخ‌هایی که ما می‌خوایم بر اساس اونا قضاوت بکنیم نسبت به استناد یک متن یا نسبت به وثاقت یک نقل. و ما اگه بتونیم با یه سری سازوکارهایی الگوهای روایت هر راوی رو شناسایی بکنیم یا بتونیم سازوکارهایی که اساساً منجر به تغییر در انتساب میشده یا منجر به این شده که یک انتساب غلط شکل بگیره رو بتونیم شناسایی بکنیم و این الگوها رو بتونیم توی میراث هر کدوم از راویها چک بکنیم، این یک ابزار بسیار قدرتمندیه که میتونه با اطمینان بالا ما رو در قضاوت نسبت به صحت انتساب یاری بکنه. یعنی چی؟ یعنی که اگر من بدونم که با چه سازوکارهایی یک انتساب غلط شکل میگرفته، یک حدیثی که از مثلا عبدالله ابن مسعود بوده منتسب میشده به ابوذر، اگر من بتونم این سازوکارها رو از قبل بدونم، وقتی میام تک تک افراد اون سند رو، این سندی که از پایین به بالا نقل شده، تک تک افراد سند رو اگه من بیام دنبال به اصطلاح سبک روایتشون بگردم، سبک روایتشون رو شناسایی کنم و بیام چک کنم ببینم آیا از اون سازوکارهای انتساب اشتباه در میراث اینا هم یافت میشه یا نه، از این جهت خیلی من قدرت من میتونم با اطمینان بالا و با روش خیلی مطمئنی نسبت به اینکه این انتساب صحیحه یا غلطه قضاوت بکنم. این چیزی که الان من گفتم و در اسلایدهای ادامه در اسلایدهای بعدی به صورت کاملا موردی با همدیگه میبینیم که یعنی چی. خب ببینید، در قرن دوم یه سری سلسله اتفاقهایی میافتاده. من مخصوصا قرن دوم رو اینجا دست گذاشتم چون مسائل حدیثی قرن اول یه مقدار پیچیده‌تره، مسائل حدیثی قرن سوم هم یه مقدار از جهات ساده‌تره. چالش اصلی چالش‌هایی که معمولا در قرن دوم یا نیمه اول قرن سوم شکل می‌گرفته. مجموعه مسائلی که منجر به این می‌شده که یک حدیث اشتباهاً انتساب پیدا کنه به یک نفری غیر از اون کسی که این رو گفته، اینا رو می‌خوایم با هم توی این اسلاید مرور کنیم. یعنی چی می‌شده که یک حدیثی که از نفر X بوده به فرد Y منتسب می‌شده. یکی از ساده‌ترین این مسائل آسیب‌های شفاهی بوده که به هنگام نقل از حافظه رخ می‌داده. خب طبیعتاً هر کسی ممکنه وقتی داره خاطره‌ای نقل می‌کنه یا داره مطلبی نقل می‌کنه یادش نباشه که از کی شنیده، یادش از کی شنیده، یادش نیستش که اون کسی که ازش شنیده اون از کی نقل کرده، یعنی یه پله عقب‌ترشو ممکنه حافظش یاری نکنه. مشابه این اتفاق تو آسیب‌های مکتوب هم هست که حالا به صورت سهوی خیلی وقتا اسانید با اسانید بالا پایین جابجا می‌شده و این اتفاق‌ها بیشتر جنس سوء تفاهم بوده. حالا این تفصیلی داره که فکر می‌کنم نمی‌رسیم دیگه بخوایم باز کنیم. مشکل بعدی مشکل‌های ارسال بوده. مشکل ارسال از این جنسه که یک مثلا X از Y از Z یه حدیث رو شنیده، یعنی X از Y شنیده، Y از Z شنیده، ولی وقتی X میخواد اینو نقل کنه اون واسطه رو یا یادش میره یا حذف میکنه یا به هر دلیلی اون واسطه میفته و سند میشه X از Z. به این میگن سند مرسل. این سند بعضی موقعا خب خیلی آشکارا مرسله، یعنی X تصریح کرده یا راویای X کاملا براشون مشخص بوده که اینجا واسطه افتاده که این به عنوان حالا یک حدیث مرسل شناخته میشده، اما بعضی موقع ها این حذف واسطه ها مخفی میمونده و دیگران متوجه نمیشدن و این رو تحت عنوان ارسال خفی یاد میکردن و خیلی وقتا هم اساسا اون راوی خودش بوده که میخواسته کسی متوجه نشه. یعنی اساسا این حذف واسطه هدف اون راوی بوده که حالا باز در ادامه با این نوع مسائل بیشتر آشنا شیم. اما مهمتر از همه این آسیب‌های سندسازی، آسیب‌های سندسازی به انواع اقسام حالت‌ها در قرن دوم شکل گرفته بوده. یک مدلش این بوده که وقتی صحابه یک آموزه‌ای رو می‌اومدن بدون اینکه پیامبر منتسب کنن خودشون می‌گفتن، به این می‌گفتن موقوفات، موقوفات صحابه. یا وقتی تابعین می‌اومدن، تابعین نسل بعد از صحابه، وقتی می‌اومدن یک آموزه‌ای رو تعلیم می‌دادن بدون اینکه به کسی منتسب کنن، این رو می‌گفتن مقطوعات تابعین. در قرن دوم یه سری میان شیطنت میکنن و این موقوفات صحابه و مقطوعات تابعین رو منتسب میکنن به پیامبر اکرم.
مثلا همین احادیثی که ما از عمر دیدیم اگه دقت میکردی هیچ کدومش رو عمر به پیامبر نسبت نداده بود، یعنی همش حرف خودش بود. خب یه عده‌ای برای اینکه مثلا اعتبار این حرف رو ببرن بالاتر میومدن شیطنت میکردن تو حدیث اهل سنت، میومدن این حرفای صحابه رو از پیامبر نقل میکردن یا مرفوع میکردن به پیامبر، این بالا میبردن تا به پیامبر برسه و این یک آسیب بسیار شایع در حدیث اهل سنت بوده. یه آسیب دومی که خیلی وقتا توسط حالا آدمای ضعیف‌تر شکل می‌گرفته این که جملات افواهی، باورهای عامیانه یا اون نقل‌های درگردشی که هر کسی حالا از بقیه می‌شنیده، شایعات و امثال اینا رو می‌دونیم که در اون دوره بعضی موقع‌ها راویای ضعیف می‌اومدن نسبت می‌دادن به بزرگان، به محدثین بزرگ، به مثلا فقها یا حتی به صحابه و پیامبر اکرم. من اینه که دارم میگم بیشتر حدیث اهل سنت خیلی خودشون نشون داده. علتش هم اینه که تو حدیث اهل سنت به نوعی حدیث گفتن به یه بیزینس تبدیل شده بوده در قرن دوم و رقابت‌های صنفی شکل گرفته بوده و خب انواع اقسام این چالش‌ها توی این بیزینس‌ها خب طبیعیه که رخ بده. حالا مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا فرض کن جمله کل یوم عاشورا رو اگه خب ما از قبل متوجه نباشیم یا ندونیم ممکنه فکر کنیم یه حدیثه. خب جمله قشنگی به نظر میرسه، عربیه، جالبه و اگه این نفری حتی بیاد بالای منبر بگه که مثلا امام رضا فرمود کل یوم عاشورا، مردم تعجب نمی‌کنن، یعنی هیچ کسی براش سوال نمیشه، شاید کسی بعد منبر نره پرسجو بکنه که خب این که تو گفتی کجا بود، منبعش چیه. چرا؟ به خاطر اینکه جمله رو هممون شنیدیم. حالا این منبری تنها چیزی که اضافه کرده اینو از امام رضا داره نقل میکنه. اتفاقی که برای ان الحیات عقیدتون و جهاد رخ داده بود حالا در چند دهه قبل که این جمله رو حالا به معنی حدیث مثلا نقل میکردن، در حالی که خب همه امروز میدونیم که این دو جمله هیچ کدومشون حدیث نیستن و جملاتی هستند که عمر چندانی هم خیلی ندارن. علتی که این جور سندسازی ها مقبول واقع می شده اینه که این جملات جملات معروفی بودن و حالا امثال این جملات که خب به صورت افواهی همه شنیده بودن، ولی اون کسی که می اومده اینجا سوء استفاده می کرده فقط می اومده یک سند برای این اضافه می کرده که اتفاقا شاید مورد پسند برخی دیگر هم قرار می گرفته. این آسیب های سندسازی منحصر به این دو مورد نیست، موارد دیگه هم هست. حالا من چون فرصت کمه رد میشم میرسم سراغ اون آسیب اصلی که بحث ما هست، قلب اسناده. قلب اسناد همون سنده، سند حدیث رو به عبارت فنیش مثلا میگن اسناد. قلب یعنی خب برگردوندن، قلب اسناد یعنی برگردوندن اسناد یا تغییر کامل اسناد که سند یک حدیثی رو که مثلا فرض کنید شما مثلا فرض کنید ابراهیم نخعی داشته از عبدالله ابن مسعود یه حدیثی رو نقل میکرده، این حدیث تو قرن دوم شناخته شده بوده و خب افراد مختلفی شنیده بودن این حدیث رو، یک راوی ضعیف یا یک راوی کذاب وقتی میخواسته این حدیث رو قلب اسناد کنه میومده به کل سند قبلیش رو میذاشته کنار و این رو مثلا از ابوذر نقل میکرده و توش نه ابراهیم نخعی هست و نه عبدالله بن مسعود و یه سند کاملا جدید میساخته. ما از اینجا بعد ارائهمون میخوایم به همین مسئله قلب اسناد و نقشش در اون انتساب اون مضامینی که در ابتدای جلسه دیدیم بپردازیم، ببینیم که این قلب اسناد چه نقشی بازی میکرده در انتساب اشتباه احادیث در حدیث عامه. من فقط یه مقدمه رو قبلش عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث قلب اسناد بشیم، اونم اینه که در قرن دوم جعل حدیث از ابتدا و از صفر خیلی سخت شده بوده. یعنی این تصور که خب خیلی وقتا ما فکر میکنیم مثلا یه جاهل حدیث میشسته به خودش فکر میکرده یه هوی لامپ بالا سرش روشن میشده بعد میگفته آها من مثلا یه میام یه حدیث رو از صفر جعل میکنم و این رو جا میندازم و مردم رو گول میزنم و اینا، این مال قرن دوم نیست. یعنی قرن دوم به سختی و به زحمتی همچین اتفاقی ممکن بوده رخ بده. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع دایره حدیث ها کم کم شکل گرفته بوده و محدثین حرفه‌ای و مثلا حالا رجالی های بزرگ دیگه تقریبا با همه حدیث ها آشنا بودن، دایره بسته شده بوده و این کمک میکرده به این که شما نتونید بیان یه حدیث جدیدی رو وارد این مجموعه حدیث های موجود بکنید. به خاطر همین شیوه جعل حدیث از ساخت متن حدیث تطور پیدا میکنه به
جعل سند و باز استفاده متون احادیث. باز استفاده منظورم اینه که همون متون موجود رو یه جور دیگه استفاده کنیم، مثلا بیایم با هم تلفیق کنیم یا مثلا ترکیب کنیم، مقدمه مؤخرش عوض کنیم. این شیوه هایی بوده که حالا هوشمندانه تر بوده و از این شیوه ها جاهلین از این شیوه ها استفاده میکردن برای اینکه به نوعی بتونن اون محصولات خودشون رو تو بازار حدیث عرضه کنن و دیرتر لو برن. خب با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم، حالا بیایم ببینیم که قلب سند چی بوده و به چه انگیزه انجام می‌شده. همونجوری که من عرض کردم، محدثین مرکز حدیثی در قرن دوم عموم احادیث شناخته شده، عموم احادیث رو می‌شناختن، نه تنها می‌شناختن، می‌دونستن که مثلا این حدیث با چه طرقی نقل می‌شده و طرق معین هر حدیث رو از قبل باهاش آشنا بودن. در حقیقت اگر یک کسی میخواست یک طریق جدیدی برای یک حدیثی ارائه بکنه، باید زحمت خیلی زیادی میکشید و مثلا باید رنج سفر بر خودش هموار میکرد، پا میشد میرفت مثلا در بیابونهای عربستان، اونجا یه پیرمردی رو پیدا میکرد که اون پیرمرده از پدرش، از پدر بزرگش مثلا شنیده بوده که آره ابوذر داشته از این بیابون رد میشده مثلا موقع تبعید و آره این ابوذر اینجا این حدیث رو بر ما خوند و منم از پیرمرده اینو میشنوم و پا میشم میام کوفه مثلا این حدیث رو نقل میکنم از اون پیرمرده که مثلا آخر عمرش هم بود و بعدش هم فوت کرده و اون پیرمرده هم مثلا داره از پدر بزرگش از ابوذر نقل میکنه. این چیزی که من دارم اونجا نقل میکنم برای ملت از این جهت خیلی جذاب و جالبه که خب کمتر کسی این فرصت رو داشته که این سفر رو بره و اون پیرمرده رو ببینه در آخر عمرش و مثلا درک کنه و این ماجرا رو از زبون او بشنوه و خب از این جهت خیلی اعتبار زیادی رو بر اون محدثی که توی حالا اون فضای حدیثی به دنبال ارائه یک سند جدید بوده ایجاد میکرده. این سفر و این زحمت برای این شد رحال به اصطلاح، این باروبونه و سفر بستن برای پیدا کردن اسانید جدید، خب کار سختی بوده، کار هر کسی نبوده. این منجر به این میشه که یه سری جایلای حرفه‌ای در حدیث عامه میان به فکر میفتن که خب ما چی کار بکنیم که بدون اینکه سفر بریم بتونیم یه اعتباری به دست بیاریم و توی این رقابت یه به اصطلاح مقام کسب بکنیم. اینا می اومدن بدون اینکه سفره رو برهند شروع میکردن متون احادیث ضعیف رو می اومدن از ثقات، یا ثقات همین جمع ثقه است دیگه، از افراد موثق، افراد مورد اعتماد در شهرهای دیگه یا در به اصطلاح زمانهای گذشته‌ای که مثلا فوت کردن، یعنی از مشایخی که مثلا 50 سال پیش فوت کرده و در دسترس دیگه نیست، یا مثلا از یه شیخی که توی شهر دور افتاده توی یه روستایی دیگه است، توی یه جایی، از اون میومدن نقل میکردن. چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه دیرتر لو برن، یعنی در حقیقت برای پایین آوردن احتمال لو رفتن. این جاهلین حرفه‌ای تلاش میکردن که چند تا کار بکنن. یکی اینکه متن جدید نمی ساختن، از همین متون موجود بین اهل سنت استفاده می، یعنی همون متونی که وجود داشته استفاده میکردن و برای اینکه اعتبار بالاتری به دست بیارن می اومدن متونی رو انتخاب میکردن که مورد توجه محدثین نبوده. چون چرا؟ چون به خاطر اینکه مثلا حالا طرقش ضعیف بوده، راویای ضعیف اینا رو نقل کرده بودن، می اومدن این حدیث ها رو میگرفتن، این متون رو میگرفتن از طریق یک شیخ ثقه‌ای، یک شیخ خیلی قابل اعتمادی که دور از دسترس اینو میمدن نقل میکردن تا از این طریق خیلی اعتبار بالاتری به دست بیارن. یا حتی اگر هم مثلا اون متن از طریق خوب و صحیحی نقل شده بوده، تلاش میکردن یه طریق جدیدی اضافه بکنن. یعنی انگیزه اصلیشون این بوده که اینا بتونن یه طریقی رو ارائه کنن که منحصر به فرد باشه، بر خودشون باشه و کسی دیگه این طریق رو ارائه نکرده باشه. این بهشون کمک میکرده که به نوعی یه کالایی رو داشتن که باش معروف می شدن، مشهور می شدن، افراد مختلف می اومدن که ازشون اینو بشنون و به اصطلاح تو همون رقابت های صنفی بالاخره یه مزیت رقابتی پیدا می کردن. خیلی وقتا هم این کار رو صورت انبوه انجام می دادن، یعنی نمی اومدن یه دونه تک حدیث رو مثلا بیان براش یه سند جلب کنن، چون اینجوری اگه این کار رو می خواستن بکنن آخرت رو که از دست داده بودن، دنیا رو هم به دست نمی آوردن، چون کسی با یه دونه حدیث نه معروف میشه، نه کردیتی به دست میاره، نه چیزی. به خاطر اون کسی که دیگه می افتاده تو فاز کذب و جعل حدیث و اینا، این به یه دونه بسنده نمی کرده، معمولا شروع می کرده انبوهی حدیث رو از جاهای مختلف جمع می کرده و اینا رو یک باره
یا حالا با یه سازوکارهایی سندشون رو عوض میکرده و با طرق جدیدی میومده ارائه میکرده، مثلا در قالب یک کتاب. یکی از رجالی های اهل سنت که این مسئله رو خیلی بهش توجه کرده و دغدغه این مسئله رو داشته ابن حبانه که هلوش نیمه قرن چهارم فوت کرده، یه مقدار جوانتر از شیخ صدوق بوده. ابن حبان در کتاب خودش المجروحین وقتی میخواد راویای ضعیف رو معرفی کنه مکررن به این نکته اشاره میکنه که فلان راوی ضعیف کارش این بوده که یزع المغلوبات علی الثقات. این المغلوبات جمع المغلوبه است، یعنی حدیثی که گفتم هر حدیثی متن داره یه سند داره، حدیثی که سندش رو کلا عوض کردن و میگفتن المغلوبه، یعنی که یک قلب سند شده. میگه مثلا میگه که این راوی میومده این احادیث تغییر سند یافته رو بر ثقات میبسته، نسبت میداده و انتساب میداده. یا مثلا میگفته کانم من یروی عن الثقات الاشیاء المغلوبات. یک پایان‌نامه اخیرا تو ترکیه دفاع شده، خانم هیوا احمد اومده مجموعه راویایی که ابن حبان تصریح کرده به این شیوه قلب اسناد رو، اینا رو دونه دونه معرفی کرده و لیست کرده که خب از این جهت خیلی ارزشمنده. ما برای اینکه یه ذره بیشتر تو باغ کار این قلب اسناد قرار بگیریم، من میخوام چند نمونه از همین گزارشایی که ابن حبان داده رو با هم دیگه مرور کنیم. مثلا ابن حبان درباره عبدالله ابن شیب میگفته که یقلب الاخبار و یسرقها، و توضیحی هم که میده میگه که لا یجوز الاحتجاج بهی لکثرت ما خالف اقرانه فی الروایات عن الاثبات. میگه احتجاج به همچین کسی، یعنی احتجاج کردن به حدیث همچین فردی اساسا جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه موارد زیادی هست که او با اقران خودش، هم سن و سالا و هم طبقه های خودش مخالفت داره در روایت کردن از ثقات، یعنی او از ثقات و از بزرگان داره چیزهایی رو نقل میکنه که هم سن و سالا و هم شاگردیاش اونا هیچ کدوم از اون ثقات یا اثبات این مطالب رو نقل نمیکردن. این که من گفتم خیلی وقتا در اسکیل بالا این کار انجام میگرفته، مثلا این نمونه یه که ابن حبان خودش میگه من رفتم پیش فلان فرد و دیدم ده ها هزار حدیث رو قلب سند کرده بود، یا باز مواردی از شیوه های قلب سند و ساختن متون جدید رو مثلا یاد میکنه، یا مثلا میگه که فلان جائل وقتی میخواسته یه کتابی رو جا بندازه به جایی که بره سراغ شیخ دور از دسترس ابتکار زده بود و نوآوری کرده، گفته این مثلا بابام شنیده، برای اینکه بقیه بهش بگن که مثلا بقیه بهش نتونن اعتراض کنن که تو چجوری از بابات شنیدی. خب اونم میگه که خب بابای منه، بابای تو که نیست، مثلا بابام به من گفته طبیعیه که به شما نگفته. یعنی جایلا از این نوع ابتکارها میزدن برای اینکه رد پای خودشونو گم کنن و این نتونن هر کسی به راحتی مچ اینا رو بگیرن. اما حالا در ادامه من میخوام توجه شما رو جلب کنم به این پدیده که شیوه قلب اسناد یا تغییر سند در میون برخی از گروه های اجتماعی خیلی رایج‌تر بوده. یکیش در میان شامی هاست که در میان شامی ها، حالا شاید بخاطر اینکه از مراکز حدیثی دورتر بودن، ما می‌بینیم که این پدیده قلب سند خیلی شایعه، که مثلا حتی می‌بودن یه نسخه جعلی رو به صورت کامل می‌بسته به یک فقیه معروف به اسم مکحول که فقیه شام بوده، یا مثلا یک کتاب جعلی رو با 600 تا حدیث می‌اومده انتساب می‌داده به با یه طریق ثابت میومده انتصاب میداده. باز یک گروه دیگه‌ای که توشون خیلی قلب سند شایعه قضات عباسی هست یا قاضیان عباسی. قاضیان عباسی اساساً شاید یک علتی که به این مسئله تشویق می‌شدن این بوده که برای اینکه بتونه فردی قاضی بشه نیاز داشته که همینجوری بر خودش یه مقدار اعتبار بخره دیگه، یا باید اون راه سخت رو انتخاب میکرده که واقعا مسیر علم آموزی و سختی های سفر و فلان و اینا، یه راه ساده‌ترش هم همین راه جعلیه که عرض کردم. مثلا درباره حفص بن عمر که قاضی حلب بوده گفته این یه فردی بوده که از ثقاتی مثل شان حسان میومده موضوعات رو نقل میکرده، موضوعات یعنی احادیث جعلی، احادیث جعلی رو نقل میکرده. جالب شما بگم که این قاضی ها و حتی این افرادی که با شامی ها ارتباط داشتن یا اون جریان جاهلین شامی، اینا اینجوری نبوده که هیچ کاری با امام صادق نداشته باشن. اینا یکی از ثقاتی که خیلی علاقه داشتن بهش حدیث ببندن امام صادق بوده، شاید به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام در مدینه بوده و اینا خیلی وقتا خب تو مدینه نبودن، تو شام بودن، تو مثلا کوفه، بغداد و امثال اینا بودن،
و امام صادق و هشام ابن عروه، حالا به عنوان دو تا محدث بزرگ اهل سنت، یعنی امام صادق نه تنها امام شیعیان هست، خود در اهل سنت هم جایگاه حدیثی فوق العاده بالایی دارن که اساسا قابل مقایسه با خیلی از محدثین خودشون نیستن در همون حدیث اهل سنت. به خاطر همین وسوسه میشدن این جاهلین که وقتی میخواستن جعل کنن میومدن یکی از اون ثقاتی که بهش حدیث میبستن امام صادق علیه السلام بوده، مثلا ابن حبان درباره ابوالبختری وهب ابن وهب که قاضی القضات هارون الرشید هم بوده نقل میکنه که او میومده از امام صادق و هشام بن عروه حدیث هایی نقل میکرده که مال اونا نبوده، و توصیفش هم اینه که میگه کانم من یز اول حدیث علی الثقات. جالب شما بگم که این مسئله خاص شیعه نیست، خاص اهل سنت هم نیست، این خیلی وقتا اشتراک داره، یعنی قضاوت رجالیه شیعه و اهل سنت توی این مسئله مشترکه. مثلا درباره همون ابوالبختری ابن قزایری هم تو کتاب خودش از کتاب رجال قضاوت کاملا مشابهی داره که میگه که اون احادیثی که ابوالبختری که کذاب هم بوده از امام صادق نقل میکنه کلها لا یوسقبها، هیچ کدوم اینا رو نمیشه بهش اطمینان کرد و اصلا کلا غیر قابل اعتماد. خب ما تا اینجا این نمونه هایی دیدیم از همین شیوه قلب اسناد و عرض کردیم که این یه سری الگوهای تکرار شونده داشته و یه پدیده‌ای بوده تو اون دوره که توی حالا بستر زمانی خودش شکل گرفته. ما عرضم به حضور شما که ما نه تنها ما که خود رجالیان اون دوره هم با این سوال مواجه بودن که چجوری میتونن قابل اعتماد بودن یا غیر قابل اعتماد بودن یه راوی رو کشف بکنن. خب این بحث از قدیم الایام بوده که شهادت حسی، یعنی این بوده که رجالیا آیا وقتی مثلا درباره یک راوی دارن قضاوت میکنن آیا شهادت حسی میدن، یعنی مثلا خودشون دیدن که طرف داره جعل میکنه یا بررسی اجتهادی میکنن. ممکنه هر دوی اینا باشه به طور موازی، یعنی ممکنه در یک زمان حالا یه رجالی مثلا حسن شهادت بده یا مثلا اجتهادی باشه، ولی اون چیزی که قطعیه اینه که بسیاری از رجالی ها چه در شیعه چه در اهل سنت شهادتی که نسبت به، یعنی قضاوتی که نسبت به راویا داشتن قضاوت اجتهادی بوده، به خصوص وقتی که ما میبینیم در قرن سوم تا قرن پنجم رجالی های بزرگی ظهور میکنن که اینا تلاش میکنن قضاوت های گذشتگان خودشون رو دقیق تر کنن، یعنی تلاش میکنن تعبد به قضاوت های گذشتگان نداشته باشن و بیان قضاوت های دقیق تری داشته باشن. این باز هم تو شیعه هم تو اهل سنت این پدیده رو شما میبینید و طبیعتاً اینها رو به بررسی های اجتهادی میارن، حالا با راهکارهای مختلف مثل نقد محتوایی، نقد متنی یا حالا مقایسه متون و اسانید و امثال اینا. یکی از این راویه رو من میخوام صورت نمونه، چون این راویه ویژگی خاصی داره که خیلی دلایل خودش رو توضیح داده، خیلی ببخشید این رجالی دیگه اون دوره خیلی وقتا قضاوتشون رو گفتن اما توضیح ندادن که چجوری به این قضاوت رسیدن، یعنی اون منطق توی ذهنش رو توضیح نمیده خیلی وقت داره رجالی که از کجا آورده این قضاوت رو، اما ابن عدی توضیح میده، یعنی تلاش میکنه که مخاطبش رو قانع کنه و انگار داره با مخاطب گفتگو میکنه و دستش رو میگیره پله پله میاره جلو که مثلا مخاطب باش همراه بشه. از این جهت ابن عدی توضیحاتش ارزشمنده که ما رو میتونه ببره تو فضای یک رجالی در قرن چهارم که ببینیم حالا اون رجالی سنی داره چی کار میکنه تا متوجه بشه که یک راوی آیا ثقه است، قابل اعتماد یا نیست. مثلا وقتی میخواد یه راوی رو، خیلی وقت وقتی نعدی میخواد یه راوی رو تضعیف بکنه از عبارتی مثل این استفاده میکنه که عامت و ما یرویه لا یتابه و علیه، یعنی بیشتر اون چیزی که این راوی داره روایت میکنه کس دیگه ای باش همراه نیست، مورد همراهی دیگران واقع نمیشه، یعنی وقتی مثلا این راوی داره از یک استادش مطلب نقل میکنه هیچ کس دیگه ای با او هم نظر نیستش که این استاد اینو گفته، همیشه نقلاش منفرده. اینو به عنوان یک جرح خیلی مهم ازش یاد کرده. یا عکسش رو وقتی میخواد بگه یه راوی مورد اعتماده، مثلا این درباره ابراهیم ابن ابی یحیی مدنی شاگرد امام صادق علیه السلام گفته که در مدینه بوده و این بعدها خیلی مورد اختلاف واقع شده بین رجالی قرن سوم که آیا این فرد مورد اعتماد یا نیست. شافعی شاگردش بوده بهش اعتماد داشته ولی مثلا شاگردای مالک ابن انس با این خیلی بد بودن چون مالک ضد شیعه بوده و اینم شیعه بوده و
حالا شیعه زیدی بوده ولی بالاخره بدنامش کرده بودن و خلاصه خیلی دعوا بالا گرفته بوده. ابن عدی تلاش میکنه که تحت تاثیر اون نظرات قبلی ها واقع نشه، خودش میاد آستین بالا میزنه و میاد میگه وقت نظرات و عنفی احادیث و تبحر تو، میگه من کاملا متبحر شدم تو احادیث این ابراهیم و فتشت الکل منها فلیس فیها حدیث منکر، توی این حدیث توی حدیث های ابراهیم من هیچ حدیث منکری پیدا نکردم، اگر من یه دونه پیدا کردم این یا مال راوی بالاییشه یا مال راوی پایینیشه. در این حد به این مسئله دقت کرده بوده که بیاد ببینه این عیب این حدیث از کیه. نه فقط ابن عدی، ما باقی رجالی هایی که حالا سراغ داریم هم میبینیم که اونا تلاش میکردن میراث حدیثی راوی رو بیان کامل بررسی بکنن، مقایسه بکنن با میراث دیگران و نهایتا الگوهای نقل معتبر یا نامعتبر رو شناسایی بکنن. اما چجوری این کار میکردن؟ یعنی ابن عدی وقتی میاد میگه عامتون یلوی هدایا تو با علیه داشته چی کار میکرده؟ یا مثلا وقتی که میگه من حدیث منکری ندیدم منظورش چیه؟ اینجا بحث خیلی تفصیل داره، من بخوام فقط مختصرا بگم دیگه نمیرسم کاملجی داره از تایم اون عقبی، من خیلی مختصر بخوام بگم یک پیوندی وجود داره بین متون و اسانی در حدیث اهل سنت، حداقل در حدیثی که در حقیقت به پیامبر اکرم میرسه، یعنی نقطه مبدأش پیامبر اکرم هست. اون هم این پیوند اینجوریه که وقتی که درخت یک حدیثی دهن به دهن از استاد به شاگرد از استاد به شاگرد همینجور طبقات بعدی میره، در هر طبقه وقتی انشعاب پیدا میکنه اون شاخه های اون انشعاب به همدیگه نقلاشون شبیه تر از شاخه های اون یکی انشعابه، یعنی مثلا نقل های آبی متناشون به هم شبیه تر از نقل های بنفشه، هرچند که نقل های آبی هم با همدیگه تفاوت دارن. مثلا نقل فردی که تبع تابعیه به اسم 121 من معرفیش کردم اونجا، 121 و 122 نقلشون شبیه همه ولی با هم تفاوت هم داره، ولی بچه اشتراک اون دوتا نقل از حرف تابعی 12 اومده و چون تابعی 12 یک صحابی متفاوت از تابعی های بنفشین رو گرفته، طبیعتا نقل های کلن شاخه سمت چپ شاخه آبی با نقل های شاخه بنفش به کل متفاوت. به این قانون میگن قانون پیوستگی متن و سند. این قانون رو به نحو دیگری در ادبیات سورس کریتیسیزم شما میتونید پیدا بکنید که حالا شاید بهش بشه بگیم قانون همبستگی متن و منبع. من این نقلی که میارم از آقای بهنام صادقی تو مقاله Traveling Tradition Test که اونجا ایشون میگه اشتراک در دو محتوای متمایز متنی به معنای اشتراک در ریشه انتقال متون است، به نحوی که در تشابهات لفظی قابل تمایز میتوان حد زد که یا یکی از راویان از دیگری متن رو شنیده یا هر دو از یک شیخ مشترک بهره بردن. ببینید این مسئله ممکنه یه ذره پیچیده به نظر بیاد ولی اینقدر پیچیده نیست، شما حتما همتون این رو تجربه داشتین، همه افرادی که بالاخره یه بار مقاله نوشتن با این مسئله مواجه بودن که مثلا میگن وقتی میخواهید کد کنید یا نقل قول بکنید از یه حدی بیشتر نقل قول نکنید، چون این افزارهای مثلا پلاجریزم چکر ممکنه این رو به عنوان پلاجریزم یا سرقت ادبی دیتکت بکنن. خب مبنای کار این افزارها چیه؟ مثلا این افزاری که من اینجا آوردم دو تا متن رو با هم دیگه مقایسه کرده و 82% اشتراک دیده، این دقیقاً داره یه منطق خیلی ساده پیروی میکنه، اونم اینه که دو تا متن نمیتونن از یه حدی شبیه تر از یه حدی به هم شبیه تر باشن ولی یکیشون برگرفته از اون یکی نباشه یا جفتشون برگرفته از منبع سومی نباشه. این منطق خیلی ساده تو متون بلند به صورت خیلی روشن قابل فهمه که دو تا متن بلند باید اگه عین همه هن یا باید یکیشون از اون یکی گرفته باشه یا ریشه در یه متن مشترک داشته باشه. اما مشکل اونجاست که در روایت هایی که متناشون کوتاهه یا اینکه طرقشون معدوده ما به این سادگی نمیتونیم از این ابزار یا این قانون استفاده بکنیم. خب چیکار باید بکنیم؟ اینجا یه سرنخ راهگشایی من خدمتتون میگم، اونم اینه که توجه بکنیم که جاهلین حدیث خیلی وقتا انبوهی حدیث رو میمدن نسبت میدادن، اینجوری نبوده که با یه دونه حدیث بخواد سرسر قضیه رو هم بیارن، معمولا به یه دونه اکتفا همون چیزی که عرض کردم که میمدن انبوهی حدیث رو تغییر سند میدادن و این حجم بالای تغییر سند میتونه جبران کنه اون حالا کوتاه بودن متن رو. یعنی اگه ما بیایم ببینیم یه پدیده‌ای در تعداد خیلی زیادی در میراث یک راوی حضور داره، اینجاست که میتونیم نسبت به قضاوت خودمون مطمئن‌تر باشیم.
اگه من بخوام بگم دقیقا ما چی کار میتونیم بکنیم، این راهکار جدیدی که ما میتونیم استفاده کنیم همون راهکاری که رجالی های قرن 4 و 5 استفاده میکردن، ولی بعد از یه مدتی این روش به نوعی شاید فراموش شد. اونم اینه که میومدن نگاه میکردن روایت متعدد یک شیخ رو نگاه میکردن، میدیدن که اگر او منفرد معمولا، یعنی این که نقل های او از مشایخش پیوندی با نقل های دیگر شاگردای اون مشایخ نداره، و از طرف دیگه میومدن میدیدن که اگر متن حرفی که اون داره نقل میکنه عین متن روایت های مشایخ دیگه است، مشایخی که اصلا این نام نبرده ازشون، مشایخی تو شهرهای دیگه یا جای دیگه یا مثلا اساسا هیچ ارتباطی به این سند ندارن، از این دو نکته در کنار هم نتیجه میگرفتن که این تک روایت احتمالاً سندش سند اصلی نیست، و اگه تکرار میشده این پدیده یه بار دوبار نه مثلا 100 بار تکرار میشده دیگه کم مطمئن میشدن که این راوی راوی غیر قابل اعتمادیه. این روش شبیه حالا این روش رو آقای هارالد موتسکی و گرگور شولر حدود 20 سال قبل توی چند تا از مقالاتشون استفاده کردن، البته برای اصالت سنجی یک حدیث واحد، نه برای اینکه مثلا حالا اصابت یک راوی رو بخوام مشخص بکنن، برای اینکه بخوام ببینن که طرق مختلف یه دونه حدیث رو اگه بذاریم کنار هم دیگه ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که این حدیث از افرادی که در طبقات متقدم اون سند هستن، سندهای این حدیث هستن، صادر شده یا نشده. این روش رو اونا تحت عنوان اسناد کامت آنالیسیس یا که روش تحلیل توامان متن سند معرفی کردن. جالبش اینه که بعد از اینکه حالا مقالات اینا منتشر شد، برخی از محققین مسلمان متوجه شدن که چه جالب، این کاری که اینا کردن خیلی شبیه همون کاری که رجالیه خودمون میکردن، و مثلا آقای معمر در سال 2019 پایین‌نامه‌اش درباره همین شباهت روش موتسکی اینا با روش رجالیه متقدم. اما نتیجه که من میخوام بگیرم تو بحث خودم اینه که این کاری که موتسکی درباره یک روایت انجام داده، این رو میشه درباره کل میراث یک راوی انجام داد، و وقتی درباره کل میراث راوی انجام بدیم به همون شیوهی که تو اسلاید قبلی عرض کردم، میتونیم با اطمینان خیلی بالایی متوجه بشیم که آها این راوی اساسا هیچ حدیثش به حدیث درست نمیخوره، یعنی هر حدیثی نقل میکنه این منفرده، با بقیه شاگردای اون شیخ اشتراک نداره، و از طرفی هم متنه انگار متنه یه حدیث دیگر رو برداشته آورده گذاشته اینجا و سرقت کرده. اما لابد شما میگید که خب این کار رو قدیم هم رجالی ها میکردن، چه مزیتی داره الان ما این کار رو بکنیم؟ اولا این عرض کنم که این شیوه تا حد خیلی زیادی فراموش شده بوده و اساسا استفاده نمیشده و همین الان هم خیلی استفاده نمیشه، و به تازگی حالا برخی از پژوهشگران شروع کردن از این شیوه دارن استفاده میکنن برای اینکه قضاوت‌های رجالی رو نسبت به جرح تعدیل راویا ارتقا بدن و متوجه بشن که یه راوی آیا نقل‌هاش چقدر قابل اعتماد یا نیست. اما علاوه بر اینکه حالا این شیوه رو میشه به صورت دستی، یعنی بدون ابزارهای کمکی استفاده کرد، ما اگه بیایم همین شیوه رو به صورت کامپیوتری و در قالب الگوریتم‌ها انجام بدیم، کلی مزیت به دست میاریم. من درباره خاص این الگوریتمی کردن این کار یه مقاله رو توی یه کنفرانسی ارائه کردم که حالا خلاصش این میشه که اگه ما با استفاده از ابزارهای دیجیتال این کار رو انجام بدیم، اولش که سرعتمون خیلی میره بالاتر و شاید اصلا بتونیم با چند تا کلیک خیلی راحت به یه قضاوت با اطمینان خوب برسیم، دقتمون بالاتر میره، خطامون کمتر میشه، و مهمتر از همه اینه که نتیجه عینی به دست میده که این نتیجه رو ما میتونیم به دیگران هم ارائه کنیم. دیگه حالت اجتهادی بودنش کمتر میشه، نمیگم نمیشه، یعنی بالاخره باز هم اون تجربیات و اون نظرات شخصی پژوهشگر اثر داره، ولی باز عینی تر میشه و قابل انتقال، قابل تفاهم تر میشه. و یه مسئله دیگه هم دسترسیه که خیلی وقتا ما امروزه به دست آوردیم گذشتگان ما نداشتن، یعنی برخلاف حالا اون مسیر برعکسش که هممون میدونیم که سری کتاب از دست رفته، اوکی یه سری کتاب از دست رفته، ولی از اون طرف ما تعداد زیادی از کتاب‌های باقی فرق و بوم‌ها و شهرهای مختلف رو امروز در دسترس داریم تو این کتابخونه‌های دیجیتال، که خیلی وقتا اینا هیچ وقت توی کتابخونه دور هم دیگه جمع نمی‌شده و گذشتگان دسترسی نداشتن، و به خاطر همین در مجموع ما با استفاده از این ابزارهای دیجیتال و کتابخونه‌های دیجیتال میتونیم برای اولین بار شاید در تاریخ این امکان و این فرصت رو داریم که بتونیم نسبت به
تک تک راویای پرکار، حداقل یعنی راویایی که حدیث زیاد دارن، میتونیم قضاوت های خیلی مطمئن تری داشته باشیم و قضاوت های پیشینیان رو تصحیح کنیم، بهتر کنیم، ارتقا بدیم. یعنی مثلا فرض کنید یک راوی رو گذشتگان گفتن ضعیف، ولی نگفتن چه جور ضعفی، این ضعفی چیه، آیا این جهل میکرده یا مرسل نقل میکرده یا مثلا از مرسلات استفاده میکرده، این چی بوده، این چه جور ضعفی بوده، این رو ما میتونیم بهتر خودمون متوجه بشیم. یا از اون طرف ممکنه این راوی رو اشتباهاً تضعیف کرده باشن و ما میریم بررسی میکنیم، میبینیم آره این مثلا تضعیفش صرفا به خاطر یه مسئله اعتقادی بوده یا مثلا با اعتقادش مشکل داشتن یا مثلا مشکل قبیله‌ای بوده و ما میتونیم متوجه بشیم که این نباید تضعیف میشده. اجمالاً این که ما الان با استفاده از همین مسیری که توضیح دادم میتونیم برگردیم و اون مسئله که در ابتدای ارائه عرض کردم رو حداقل در به صورت سرنخ‌های ابتداییش رو پیدا بکنیم برای حلش. خب در بخش سوم تلاش میکنیم صرفا یک مورد از اون 4 نقلی که از عمر من در ابتدای عرایزم آوردم رو مورد توجه قرار بدیم و بیاییم بررسی کنیم ببینیم که اون نقل هایی که مشابه اون قول عمر و ائمه منتسب شده چقدر اصیله و اگر اصیل نیست اینا چجوری به ائمه منتسب شده و چرا منتسب شده و چقدر میتونیم مطمئن باشیم. یه بار مرور بکنیم اون توصیه ها رو. اون اسلایدی که من در ابتدا آوردم اسلایدی بود که اون توصیه های عمر رو به صورت پراکنده تو نقل های مختلفی میدیدیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده بود. دقت بکنید دوتا نقل اول از کتاب کافیه، دوتا نقل دوم از کتاب جعفریات. دو نقل اول تو سندشون هم از سکونی نقل شده. ما ببینیم چه ویژگی های این نقل ها داره. یکیش اینه که این نقل ها این الفاظ عمر رو به کار گرفته. من برای اینکه قضاوت راحت تر بشه مدام دو تا ستون کردم، این ستون سمت راست نقل های منسوب به امام صادق، ستون سمت چپ نقل های منسوب به عمر. دقت کنید که اون منسوب به عمر انتصابش خیلی محکمه، یعنی من توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم اون جزء محکم ترین نقل هاییه که از عمر باقی بوده، ولی انتصاب به امام صادق در حد همین 4 نقلیه که شما دارید میبینید که معمولا طریق واحده و حداقل در شیوه رجالی گذشتگان ما نقل ضعیف محسوب میشه. خب ویژگی دوم این نقل ها اینه که در ابتدا ممکنه احساس کنیم که اینا دو سه طریقه، یعنی یه سریش از سکونی بود یه سریش کتاب جعفریات بود، اما اگه بیشتر بریم تحقیق کنیم متوجه میشیم که اسانید کتاب جعفریات و از کلن احادیثش همشون برگرفته از کتاب همه نه اسانید اون احادیثی که با اسانید کامل، یعنی اسانید کامل یعنی اسانیدی که میگه عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه یا مثلا میگه عن ابیه عن جده علی بن حسین عن ابیه عن امیرالمومنین با هم، یعنی دونه دونه امام های آبای امام صادق رو نام میبره. من اسم اینا رو گذاشتم اسانید کامل. اون سند های کتاب جعفریات که سند کامل محسوب میشه، سلسله سندش کامله، اینا همشون برگرفته از کتاب سکونی هن و در تحت یه فرایندی اینا قلب سند پیدا کردن و به خاطر همین این دو نقل نیست. یعنی این چیزی که الان با هم دیگه اینجا دیدیم، من برگردم، این چیزی که دارید اینجا میبینید خیلی رفقه، بله این 4 نقل که دارید میبینید همش از سکونیه. یعنی دوتای اول که اسم سکونی رو شما مشاهده میکنید، نقل 3 و 4 هم اسم سکونی رو مشاهده نمی کنید، اما این دفتر سکونی بوده که در کنار این سری دفترهای دیگه کنار هم قرار گرفته و این کتاب جعفریات فعلی رو شکل داده. حتما پرسید خب دلیل چیه؟ ما یک مقاله مفصلی رو به همراه دوستم آقای عادل‌زاده نوشتیم تحت عنوان بررسی انتقادی منابع کتاب جعفریات یا اشعثیات که انشالله توی همین هفته پیش رو یا هفته های پیش رو قرار منتشر بشه. اگر تو همین هفته منتشر شد من اینو در کانال خودم قرار میدم، میتونید اونجا مطالعه بکنید. دلایل تفصیلی مفصلی آوردیم و نشون دادیم که این کتاب جعفریات برگرفته از منابع مختلفیه که عمدش برگرفته از همین کتاب سکونیه و خوشبختانه با استفاده از ردپایی که در اسانید باقی مونده ما میتونیم تشخیص بدیم که یک حدیثی آیا از کتاب سکونی هست یا نه، که این دو حدیثی که اینجا آوردم از کتاب سکونی به شمار میاد. خب اما این سکونی کیه؟ این سکونی که کل این 4 حدیث از اوه رو میخواییم معرفی بکنیم. سکونی در حدیث شیعه کمتر شناخته شده بوده، البته برخی محدثین رو تضعیف کرده بودن، حالا یه صورت موردی مثل شیخ طوسی در خیلی از احادیث سکونی گفته که مثلا نقل او برخلاف اجماع شیعه است، برخلاف فقه شیعه است،
یا به صورت کلی که شیخ صدوق مثلا گفته من به منفردات یا روایتایی که سکونی فقط از سکونی رسیده فتوا نمیدم و اینا رو قبول ندارم. که مرحوم آقای شوشتری در کتاب قاموس رجال یه عبارت جالبی دارن، میگن که اصلا این حرف صدوق این قطعا یه تضعیف به شما میده و اگه کسی اینو تضعیف ندونه پس تضعیف مگه شاخ داره؟ مگه هل له قرنون میگه مگه شاخ داره؟ مگه دم داره؟ تضعیف همینه دیگه، تضعیف کردن یک رجالی یک محدث را این گونه است که میگه که من به منفرداتش فتوا نمیدم. به خاطر همین سکونی از قدیم به عنوان راوی ضعیف شناخته میشده و احادیث او فتوا نمیدادن. اگر هم نقل میکردن بعضا به خاطر حال سنن یا مستحبات یا مثلا حالا از این دست یا به عنوان مثلا حدیث معید مثلا به عنوان یه شاهد اضافی تر ازش یاد میشده. اما خود سکونی یک فرد عامی بوده، یک راوی عامی و اهل رأی بوده. این متعلق مکتب اهل حدیث نبوده، متعلق مکتب اهل رأی بوده که تحت تأثیر حنفی ابو حنیفه بودن و حالا حنفی این در سالهای بعد به این مکتب میگفتن مکتب حنفی. ما یه مقاله مفصلی رو با همراهی آقای امیدرضا اکبری نوشتیم که توی اون مقاله مستندات امامی بودن اسماعیل بن ابی زیاد سکونی رو هم نقد کردیم. حالا برخی اشتباهاً به خاطر گذر زمان براشون سوء تفاهم ایجاد شده که مثلا سکونی ممکنه شیعه باشه. ما این مستندات مرسومی که اومده رو آوردیم دوندونه برخ کردیم و نقد کردیم و نشون دادیم که نه، سکونی قطعاً یک فرد راوی عامی بوده و مهمتر از همه اینا باقی زندگی نامش، یعنی بیوگرافی سکونی رو میخونیم اصلا تا حد خیلی زیادی این سوال خود به خود حل میشه. سکونی یک فرد شامی اهل شهر همس، شهری که مرکز هواداری بنی امیه بوده. سکونی 50 تا شیخ حدیثی داره که در کتابهای مختلف از اونا حدیث ذکر کرده که غیر از دو تا مابقی حدیثاش از مشایخ عامه است و کلا از مشایخ عامه حدیث نقل میکنه. سکونی از نزدیکان مهدی عباسی خلیفه عباسی بوده و معلم فرزندای مهدی عباسی بوده، اینقدر تونسته بوده اونجا مقامات بالاتری برسه و حتی حداقل قضاوت چند شهر رو از عباسی‌ها گرفته بوده و از جمله قاضی موصل بوده تا جایی که تو ذهنم هست. و مهمترین راوی و مشایخ سکونی هم خیلی وقتا از همین شامی‌ها بودن یا حتی از قاضی‌های متعددی سکونی حدیث نقل میکنه. و ما در طبقات راوی های سکونی به ندرت میتونیم یک سری راوی از راوی های شیعه رو پیدا کنیم که سختگیر باشه و از سکونی نقل کرده باشه. یعنی عموم راوی های سختگیر حدیث شیعه مثل ابن ابی عمر، مثل یونس ابن عبدالرحمن یا فضل ابن شازان یک دونه حدیث هم از سکونی نقل نکردن. یعنی اساسا سکونی میونه‌ای با شیعه نداشته و حالا شاید بعضی گذشته یک قرن حدیث‌های او توسط برخی جلب توجه، یعنی توجه سری رو جلب می‌کنه، حالا به خاطر اینکه حدیث‌های مثلا منحصر به فردی از امام صادق نقل می‌کرده و میراث او رو وگرنه همه محدثی رو تضعیف می‌کردن در زمان خودشون، سکونی خیلی مورد اقبال محدثین قرار نگرفته بودن. اما ویژگی حدیثی سکونی چی بوده؟ یعنی ما امروزه از میراث حدیثی سکونی چی میتونیم ببینیم؟ از اینجا بعد من دقیقاً دارم به نوعی به صورت خیلی پیش پا افتاده و ساده بدون اینکه بخوایم از ابزارهای دیجیتال کمک بگیریم داریم تلاش میکنیم که همون فرآیندی که تو بخش دو عرض کردیم برای بررسی کردن میراث حدیثی یک راوی رو با هم دیگه چک کنیم، ببینیم که ما با استفاده از همین روش هایی مقایسه ای هست آیا میتونیم نسبت به سکونی، نسبت به وساقت یا ضعف سکونی یه دید بهتری داشته باشیم. مهمترین ویژگی که شما تو حدیث سکونی میتونید پیدا بکنید اینه که احادیث بسیاری از احادیث سکونی همزمان که از امام صادق نقل شده در جای دیگه از خود سکونی از یک شیخ دیگه هم با همون متن میبینیم نقل شده. ما این موارد متعددی از این رو شناسایی کردیم توی مقاله تحت عنوان روایات اسماعیل بن ابی زیاد سکونی از امام صادق، چالش‌ها و تبیین‌ها، به همراه آقای عادل‌زاده نوشتیم این رو و انشالله در اوایل سال آینده منتشر میشه. الان آندر ریویو و تحت داوری هستش، انشالله این داوریش به اتمام برسه منتشر میشه و اونجا
یک فصل مستقل رو اختصاص دادیم به روایت هایی که اسانید دوگانه داره. اسانید دوگانه به این معنا که یک بار سکونین رو از امام صادق نقل کرده، یک بار از یک شیخ دیگه نقل کرده. مثلا یه نمونه خیلی مهم حدیثیه که با این عبارت شروع میشه: سبق العلم و جف القلم و مز القضا و تم القدر. این رو سکونی تو این نقل سمت راست میبینید که تفسیر قومیه از عن جعفر عن ابیه نقل کرده از امام صادق. تو توحید صدوق همین رو میبینید، خط یکی مونده آخر سند، عن اسماعیل بن ابی زیاد شعیری که همون سکونیه، عن ثور بن یزید که جزو مشایخ شامی سکونیه، عن خالد بن معدان که الان اسمش تصحیح شده، عن معاذ بن جبل باز دوباره با همون عبارت سبق العلم. این برنامه مشابهی ها به نور اینجا به کمک ما اومد و داریم میبینیم که 72% بین این دو متن بلند شباهت وجود داره، که وقتی دو تا متن بلند میشه این میزان شباهت واقعا کم پیدا میشه، یعنی با توجه به این همه چالش هایی که در انتقال متون مثل تصحیف و امثال اینا بوده، 72% شباهت شبیه 100% شباهت امروزه. یعنی اگر شما امروزه میخواستید مثلا یک کسی مثلا سرقت ادبی رو پیدا بکنید، این معادله سرقت ادبی 100% تو دوره امروز به شما میره. آقای مدرس طباطبایی شاید اولین کسیه که به مثال تروح و یکی نقل دیگر نقل های نوفلی از سکونی رو هم مورد تردید قرار میده، به خصوص در مواردی که با مواضع جا افتاده مکتب شیعی موافقت نداشته باشه. یعنی آقای مدرسی میگه که وقتی ما این پدیده رو یه بار هم حتی تو حدیث سکونی میبینیم، این یه بار اینقدر بد هست که ما دوچار تردید بشیم و دیگه باقی نقل های سکونی از امام صادق که با مکتب شیعی سازگار نیست رو صادق ندونیم، بهش اشاره کرده و شاید باقی مورد فردوس یا زهر الفردوس که ابن حجر خلاصه کرده. تلاش کردیم خیلی از حدیث‌های مفقود سکونی رو بازسازی بکنیم و به دست بیاریم و اون به ما کمک کرد که تونستیم شاید حدود 15-20 مورد از اسانید دوگانه سکونی از امام صادق رو شناسایی بکنیم. ویژگی دوم سکونی چیه؟ اینه که سکونی نقل هایی که از امام صادق میکنه خیلی نقل نکرده غیر از شامیان و فقط مشایخ شامی رو نقل کردن، و وقتی ماجرا عجیب تر میشه که بعضی موقع میبینیم اون مشایخ شامی یا همشهری یا هم قبیله سکونیان، یا اینکه اصلا جزو مشایخی هست که خود سکونی ازشون نام میبره به عنوان استادهای خودش. من مثالی که اینجا میخواستم باز کنم همین مثالیه که ما در ابتدای بحث داشتیم، همون لا تنزل النساء بلا غرف ولا تعلمهن الكتابه. اگه دقت میکردی در ابتدای این جمله همون جمله عمر اومده، اما در ادامش دو جمله دیگه اومده که در حرف عمر نبود، اونم و علمهن المغزل و سوره النور و سوره النور. این یعنی که به زنان سواد یاد ندید، اما به جاش مثلا بیاید بافندگی ریسندگی یاد بدید، ریسندگی یاد بدید و سوره نور رو یاد بدید. این خب چیز عجیبی هم هست، یعنی خب مگه انگار بقیه قرآن رو ما قرار نیست یاد بدیم؟ یعنی این چیز عجیبیه، یعنی خیلی بعیده که مثلا پیامبر بیان میگن که این سوره رو یاد بدید، یعنی خب انگار بقیه سوره رو قرار نیست یاد بدیم مثلا، این چه حرفیه؟ و حالا جور گذشته از این که اون تیکه اولش کلن حرف عمره، خب این برای ما سوال شده بود که این سکونی این تیکه دوم رو از کجا آورده. وقتی میریم میگردیم میبینیم که این تیکه دوم رو فقط و فقط راوی های شامی از یه فردی به اسم شعیب ابن اسحاق دمشقی حنفی نقل کرده. این حنفی مذهبشه، جزو اسمش نیست. این شعیب ابن اسحاق اهل دمشق بوده، مثل سکونی شامی بوده و مثل سکونی حنفی بوده و دقیقاً هم همزمان با سکونی زندگی می‌کرده. این نقل رو شعیب ابن اسحاق از هشام ابن عروه از پدرش آورده که در حال کتاب‌های مختلف به جا مونده و راویای شعیب ابن اسحاق هم هر دوشون شامی هستن و
نکته جالب اینه که محدثین اهل سنت وقتی اینو نقل میکردن در پیش گفتن که لم یرو هذا الحدیث عن هشام بن عروه الا شعیب بن اسحاق. این حرف طبرانی گفته در انتهای همون نقل اولی که دارید میبینید. این حرف طبرانی یعنی این که این حدیث رو هیچ کسی غیر از شعیب بن اسحاق از هشام بن عروه نقل نکرده. من برای اینکه تجربه شما بیشتر کنم یه بار دیگه میخوام بگم ببینید چه شباهت جالبی بین نقل سکونی و این هست. اول اینکه جفتشون دقیقاً دارن یک عبارت رو نقل میکنن. دو اینکه شعیب ابن اسحاق و سکونی هر دو شامی هن. هر دو حنفی هن. هر دو همزمان هن. شعیب ابن اسحاق تنها کسیه که داره این رو از هشام ابن عروه محدث بزرگ مدینه نقل میکنه. هشام ابن عروه همزمان با امام صادق علیه السلام تو مدینه است. سکونی داره این رو از امام صادق نقل میکنه. یعنی دو تا محدث حنفی شامی همزمان به اسم سکونی و شعیب ابن اسحاق دارن یک جمله رو دقیقاً یک عبارت رو که 4 تا جمله است از دو محدث ثقه حالا ثقه اهل سنت دارن نقل میکنن که یکیش امام صادق علیه السلام که دو حدیث اهل سنت ثقه هستن و یکی هم هشام ابن عروه است و خب این نمیتونه یک اتفاق باشه، این نمیتونه یه همزمانی بی دلیل باشه و از این موارد شما بسیار زیاد در میراث سکونی میتونید پیدا بکنید. ویژگی سوم حدیث سکونی اینه که شما میبینید حدیث سکونی خیلی با روایت‌های ابن عباس ارتباط تنگاتنگی داره. خب همونجوری که عرض کردم سکونی خودش قاضی بنی عباس بوده و ارتباط خیلی نزدیکی هم با عباسی ها داشته و خب این نمیتونه باز اتفاقی باشه. شما موارد زیادی پیدا میکنید که سکونی تنها کسیه که داره مثلا فلان حدیث ابن عباس رو تو شیعه از امام صادق نقل میکنه و هیچ کسی دیگه اینو از امام صادق نقل نکرده. یا مثلا شما حتی بعضا پیدا میکنید که چیزی که داره سکونی از امام صادق نقل میکنه خودش اینو جای دیگه با یه طریقی مثلا جویبر از ضحاک داره از ابن عباس نقل میکنه و این اشتراکای متنی چشمگیری که بین برخی از این احادیث هست دیگه این شک رو برطرف میکنه که مثلا حالا این متن دو بار صادر شده یا در دو طریق اومده. این احتمالا رو دیگه طبق اون توضیحی که من قبلا عرض کردم دیگه اینجا نمیشه داد. و آخرین ویژگی حدیث سکونی اینه که شما بعضا رد پاهایی توی حدیث سکونی میتونید پیدا بکنید که این حکایت از جعلی بودن سند میکنه. به صورت مثال همین حدیث که من اینجا آوردم با هم دیگه بخونیم. قال امیرالمومنین کانت الفقها والحکما اذا کاتبوا بعضهم بعضا کتبوا بثلاث. اینجا سکونی از امام صادق نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودن که وقتی فقها و حکما به هم دیگه نامه می نوشتن مثلا به 3 تا چیز همدیگه رو دعوت میکردن یا نصیحت میکردن. مثلا اولیش اینه که من کانت الاخرت و همه کفاه الله همه من الدنیا، یا دو تا حالا نصیحت دیگه ای هم هست، 3 تا نصیحت پشت سر هم آورد. اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که امیرالمومنین چرا باید بیان به فقها و حکما استناد بکنن؟ آخه این توی هیچ جا از سخنان امیرالمومنین همچین چیزی دیده نمیشه. و عجیبتر از اینه که اصلا در زمان امیرالمومنین فقهایی نبودن، اصلا طبقه فقها ول بعد از زمان امیرالمومنین، و این لغت فقها هم در اون دوره خیلی لغت عجیبی به نظر میرسه. و اساسا امیرالمومنین که به علم الهی متصل بوده هیچ وقت نیاز نداشته بخواد به حرف فقها و حکما استناد بکنه. حالا مثلا اگر مثلا به عیسی ابن مریم استناد بکنه خب یه پیامبر الهی است، ولی اینکه به فقها و حکما استناد بکنه این خیلی چیز عجیبیه. مسئله وقتی حل میشه که شما وقتی این جمله رو میرید سرچ میکنید ببینید عیناً همین متن رو، عیناً همین متن رو با تاکید به کانت الفقها و حکما از عون ابن عبدالله ابن مسعود نقل شده که اون یک زاهد معروف توی مدینه بوده، مدینه و کوفه بوده، که جملات او رو اهل سنت دست به دست می‌کردن و به عنوان جملات مثلا پندهای حکیمانه نقل می‌کردن. این جمله کانت الفقها و حکما اذا کاتبوا بعضهم بعضا، این جمله جمله عون ابن عبدالله بوده و او چون متوفای حدود 120 هجریه در اون دوره خب خیلی طبیعیه که مثلا یک کسی بیاد به سیره فقها و حکما استناد بکنه. ردپاهای دیگه هم حالا در حدیث سکونی هست که ما ازش میگذاریم. اگه بخوایم تا اینجا جنبندی بکنیم در همین حدی که حالا تو این جلسه فرصت شد ما مرور بکنیم، متوجه شدیم که توصیه های منفی و
خیلی خشنی علیه زنان از عمر به جا مونده که انتساب اونا به عمر قابل دفاعه و خیلی با طرق گسترده از عمر به جا مونده. ولی اون چیزی که برای ما چالش ایجاد میکرد این بود که میدیدیم مشابه این توسعه ها با طرق واحد از امام صادق در حدیث شیعه بعضن دیده میشه که به صورت خاص ما دست گذاشتیم روی یک توصیه معروف عمر که دیدیم که اون هر جا که نقش شده در طرق سکونی، حالا یا به صورت با اسم سکونی یا در کتاب جعفریات که بسیار هم مشابه روایت عمر بود، و بررسی که کردیم دیدیم که خب سکونی یک راوی عامیه و قاضی عباسی و گرایش حنفیه که خیلی شبیه همون ویژگی های افرادیه که من از ابن حبان شیوه قلب اسنادشون رو برای شما گزارش کردم. و خب یه سرنخی بود برای اینکه ما بیایم میراث سکونی رو با همین دقت بررسی بکنیم. این فرصت رو نداشتیم که به صورت مثلا حالا آماری و با ابزارهای دیجیتال این کار رو بکنیم، ولی به صورت موردی که موارد زیادی رو تونستیم دستی بررسی بکنیم متوجه شدیم که سکونی برخی نقلهایی که از امام صادق میکنه رو در جای دیگه عیناً همون نقل رو با همون متن بلند از مشایخ عامه یا مشایخ شامی داره نقل میکنه و خب این نمیتونه اتفاقی باشه. و از طرف دیگه میبینیم که خیلی از نقلای سکونی از امام صادق، حتی شما به صورت رندوم هم سرچ بکنید اینو میبینید که مثلا نقلای سکونی از امام صادق تو حدیث عامه کاملا شناخته شده است و خیلی اکثرا هم از مشایخ شامی یا عباسی ها هست و بعضا هم از بصری ها و بعضا احیانا مواردی هم که حالا شما میبینید که مثلا تو نقل سکونی متفاوته، اگه بعضا بیشتر بگردید متوجه میشیم که مثلا این شاید شبیه یکی از اقران سکونی یا نقل یکی از مشایخ سکونیه. و این را اگه بذاریم کنار این نکته که رجالیه اهل سنت همگی یک صدا سکونی رو تکذیب کردن و متهم به سندسازی کردن و محدثین شیعه هم او رو تضعیف کردن، شاید دیگه نتونیم این جمع‌بندی رو نداشته باشیم، یا به عبارت دیگه شاید این جمع‌بندی رو بتونیم برسیم که ما این احادیث سکونی از امام صادق درباره زنان رو نمیتونیم به عنوان حدیث امام صادق قبول کنیم و دیگه مطمئنیم که اینا منشأ عامی داره و مطمئناً از امام نیست. خیلی ممنونم که به عرض بنده گوش کردین. ببخشید که حالا یه مقدار وسطش قطع شد. من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست.